سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همیشه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک مصاحبه جدید، یک بیپرده جدید داریم با یک مهمون عزیز و اون شخص کسی نیست جز سیجل. چطوری آقا، خوبی؟ چه خبر؟ چطوری آرام، امیدوارم ردیف خوب باشی. سلام همه برای بکس کوکتل تیوی. دیگه امروز میخوایم استارت یه چیز جنجالی رو بزنیم با هم. عجیب غریب، دمت گرم، مرسی که اومدی و دعوتو پذیرفتی. آقا خیلی زود میخوام برم سر اصل مطلب. سوالم اینجاست که روزی چند بار میزنی؟ روزی خیلی بستگی به روزش داره. ولی خب من آبجو منظورم، بچه های منم همون منظورم بود اتفاقا. ببین، آبجو خیلی بستگی داره به شرایط شکمی. مثلا یا یه هفته خیلی میخورم و احساس میکنم باد کردم، از اونجا دیگه بعد یکم بکشونم سمت ودکا و آب گازدار، جین و آب گازدار با یکم لیمو، بعد دوباره اگه فازش بیفته بیشتر میخورم. ولی واقعیتش اینه که وقتی میرم سفر خیلی دوست دارم تو پابا بخورم و مثلا جایی که هوا گرمه، تو سک سرما اینا خب آبجو کمتر میخورم. ولی کلا بچه همیشه هرس نخورین و آبجو بخورین. جینو تونیک بازی پس. من منتظر بودم جواب بدی که هر وقت هرس میخورم آبجو میخورم. آخه من یه آن رفتم به یه زدن دیگه، گفتم خودم گفته بود یه جور جنجالی میخوام درست کنم، یه آن موندم که اصلا از زدن چیه. ولی کلا همون آبجو بزنین بچه‌ها، نه کوکتل سالم‌تر. با ادب کوکتل تی وی، خیلی بی ادب. برعکس همه مصاحبه‌ای که آخرش میپرسن، ما می‌خوایم عوض کنیم. می‌خوام بریم راجع به کارات و کارهای آینده صحبت کنیم. خیلی این چند وقته پرکاری، نخلا رو داشتی، آلبوم تو داشتی و یه ای پی جدید داری با بچهای ددان به اسم پرستیج، و اون چه جوری است شرایطش؟ آره، یعنی سال پرکاری بود، همونطوری هم که گفتم تو اینترویو با سپر. یه تیکه‌ای بود که خیلی اوضاع نابسامانی بود و من سعی کردم که تمام چیزهای منفی و انرژی منفی رو بیارم رو طرف مثبت، و وقتی کاری از دستم بر نمی اومد لااقل یه کاری انجام بدم که حالا هم به خودم روحیه میداد، هم امیدوارم که مثلا با آلبوم یه سری بچه‌ها مثلا روحیه گرفته باشن و مثبت‌تر شده باشن. بعدش هم نخلا بود و اینها، و حالا اینا که انجام شده کلا یه سری کارهای آینده که خب یه سری آلبومای زیادی خب آرتیست مهمان هستن، مثل سینگلای خودم قراره بیاد. ولی بیشترین چیزی که یکی از بیشترین چیزهایی که خیلی اکسایتدم سرش ای پی یا آلبوم کوتاه با ددان، پیمان و دانیال به اسم پرستیج. یه کاری بود که همیشه خیلی میخواستم اینو انجام بدم، این کارو، چون من برای من گروه ددان یکی از تنها گروهاییه که برا من اوج آرتیست بودن و در این حالی که آهنگای بسیار بزرگ و مگاهیت میدن، اون الیمنت آرتیستیکش هم هست. این آهنگای سنگین مگاهیت جز تنها کسایی هم که میشناسم که واقعا اون کار میتونن انجام بدن، و خیلی وقتا همیشه حرفشو میزدیم، حالا تایمش نبود، موقعش نبود. و اتفاقا من با دانیال بود و با پیمان بود داشتیم حرف میزدیم، گفتیم چقدر خوش موقع این اتفاق افتاد، چون که من همیشه میخواستم یه آلبوم خیلی سنگین‌تر، باحال‌تر، ولی در این حال با آهنگایی که به قول معروف مینستریم باشن بدم. و این اتفاق خیلی خوش موقع افتاد، چون احساس میکنم که هممون، هر ستامون خیلی آماده این کار هستیم، و به خصوص مثلا پیمانم از آهنگ کجا گمت کردم سولو جل رپ رو شروع کرده، و کلن یه تایمی خیلی باحالیه که هم بچه ها ملودیش میکنن هم رپ میخونن. و این آلبوم 5 تا آهنگ که هر 5 تاش هم کانفرم شده و سینگل اولش هم به اسم افسانه فکر کنم تا چند هفته دیگه پخش بشه. اوکی، پس گفتی توی چند تا آلبوم مهمانی، بذار من حدس بزنم آلبوم ها رو. آلبوم خلصه است، پسر مریم، آلبوم بچه تخصه، دوتا اوکی، آلبوم بچه تخصه، آلبوم پوریا پوتک یه احتمال زیاد که اون توی فیت خواهی داشت فکر میکنم. جی جی رو نمیدونم تو آلبومش هستی یا نه، ولی احتمال این که باشی هم هست. و سونامی رو هستی توش نیستی؟ ببین، من چون بچه ها خودشون تا اشتباه نکنم تا الان 3 تا آلبوم هست که آرتیست ما هم کانفرم هم درست پسر مریم و بچه توسعه گفتی، ولی میتونم چیزی که بگم کسایی هم که خیلی باشون تا حالا کار نکرده بودم، ولی ترجیح میدم که بچه ها هر وقت خودشون میخوان اعلام بکنن، چون حتما مثلا یه استراتژی دارن راجع به اعلام کردن یا هر چیزش، نمیخوام زودتر بگم. حالا بچه خودمون باشه یهو میام میگم، مهم نیست، میگم میخندیم، ولی مثلا کسای دیگه نمیدونم چقدر
برای مثلا پخش خبرش مثلا برنامه دارن یا نه، ولی این سه نفر کسایی نیستن که من خیلی کار کرده بودم تا امروز باهاشون. از این مسئله که بگذاریم، یه آلبوم دادی به اسم سولو جل که سولد اوت رو داشتید و سولد اوت خب کنسل شد و شما این آلبوم رو تکید دادی و خیلی هم جنجالی بود به نسبت، و فکر کنم خیلی اصلا با برگ تو یکم برگردون، چون با این حال که خودت حالا با تو اینترویو که با خلصم داشتی صحبت کردی و خود منم دیدم استوری میذاری آهنگ دادی، ولی خب یک مود بدی کلا رو بچهای زد بازی بود و فکر کنم این به همه میخورد ترکشاش، و با اون آهنگ دوباره زنده میشم فکر کنم کلا یه کوچولو خیلی داستانا عوض شد، و من حتی خودم کامنتای ریاکشنم همه اینجوری بود که وای چقدر مرد و دمش گرم این حرفا. حالا سوالی که من دارم، درسته خودت گفتی درد دل حتی جی جی هم تو برنامه با خلصه بود اگه اشتباه نکنم یا برونات، حالا نمیدونم کدومش بود دقیقا الان، ولی گفتش که سیجالم دیست نکره فقط درد دلشو کرده این حرفا، ولی من حس میکنم که تو شخص کسی که داشتی باش حرف میزدی سامان ویلسون بود بیشتر تا کل تیم، اینجوری بود؟ ببین حالا بدون اینکه آدم بخواد مثلا کورنر کنه به قول من، هر چیزی یه حسی بود که من داشتم، و جالبی هنر یا جالبی هر چیزی هم که هست این که بالاخره حس همون روز هر کسی هست. مثلا خیلی وقتا شده خود ماها مثلا این چیزی به هم میگیم یا یه چیزی به تعدادی آدم میگیم، و من دوباره میخوام تاکید بکنم که این واقعا حس اون روزم بود، بر همینم آهنگش به نظرم خیلی پیوره آدم میشنوه، یعنی آهنگ لاغر خود من حس میکنم خیلی واقعیه و حالا مثلا حس اون روزه و یا حس چند روز بوده، چون مثلا یه ورس هم که تو یه روز ساخته نمیشه، ولی خب کلا بیشتر تو این آهنگ دارم توضیح میدم چیزایی که سر یعنی پیشم پیش اومد برام، روزام چطوری شروع میشد، حالا اتفاقایی که میافتاد و تقسیم چی میگن تو کنترل من نبود این کارا هیچ کدوم و اتفاق میافتاد، و یه جوری دارم توضیح میدم این حسی رو که داشتم، و اینکه مثلا آخرش هم میگم نقطه عطفی بود، خب این نقطه عطفی بود از درون من که آقا مثلا خیلی جاها ساکت نشو وقتی فکر میکنی که باید ساکت بشی، خیلی جا باید حرفتو بزنی، و در نهایت هم میگم این پروسس آخرش من خیلی ازش بزرگتر در اومدم، همونطور که مثلا آهنگ استانبول هم میگم یه بیداری بود که خیلی هم اتفاقا امروز باعث شده که از همه چی خیلی فاصله دارم، مثلا قبلا خیلی چیزا رو مخم میرفت که یه چیزی میگفت چیز بود، ولی میگم کلا الان نمیخوام اون حس اون روزو بیام الان توضیح بدم، کار من نیست، ولی یه دونه دلخوری یا یه خورده شخصی من بود حالا به سری اتفاقاتی که افتاده بود، که حالا ورس اولش اون و ورس دوش هم حالا آف کورس با اتفاقاتی که افتاده بود و ما باید ادامه بدیم با متحد بودن و بیشتر از هر چیزی با هم دوست داشتن، ولی اونم مثلا این سری خورده ها از مردم میگرفتم که آقا مثلا فریب کسایی که عوام فریبن رو نخورین، یه آدمی که خیلی واقعیه لاغر آقا طرز فکرشو داره میگه حتی خیلی با تو مخالفه، به نظر من خیلی بیشتر میارزه به کسی که داره فیلم بازی میکنه و پشت اینستاگرام داره تو رو خرط میکنه، و اونم تا پارت دوش بود، ولی میگم یه سری چیزایی بود که من توشون بودم، تجربه کردم، زندگی کردم، و این حسایی که دریافت کردم و فکرایی که بعدش کردم باید حرفا رو میزدم با این فکری که شاید حرفم تاثیرگذار باشه، چه توی سری بچهای خودمون باشه، چه روی مردم، حالا اون حتی 10 نفر هم مثلا آقا دیگه کمتر فوش بدن این آرتیست رو پای کامنتش، اون برای من ارزشمنده، ولی هدف من اینه که حسم رو بگم و شاید یه کسی روش تأثیری داشته باشه و هممون بهتر بشیم بعدش. درسته کلا اون آلبومی که دادی کلا باحال بود، ولی اون ترک من با بچه هم همیشه مثلا هر وقت پلی میشه اینا همه همون موهتن اون سیخ میشه، یعنی یک روح خالصی توشه که اصلا یه جور عجیبیه و خیلی از این ترک ها کم میبینیم، و این کلا حسه خیلی باله، من میگم هر وقت گوش میدم واقعا بدون تعارفت میگم موهتن هم سیخ میشه و قشنگ آخه میدونی یه وایب زدبازی داره، بعد خودش داره به زدبازی خورده میگیره، من واقعا به عنوان کسی که از بچگی زدبازی خودم زیاد گوش میدادم و خیلی دوست داشتم و اینا، من اصلا یه تایمی حس کردم که به من خیانت شد و بعضی از آهنگای قدیمی زدبازی رو نمیتونستم گوش بدم، میدونی، و با این مثلا فکر کنم 10 سال 15 سال با اون آهنگ خاطره داشتم، هر وقت پلی میشد باهاش میخوندم، ولی تو یه دوره اصلا نمیتونستم گوش بدم، میدونی، و وقتی این آهنگو خوندی و یکی از اعضای زدبازی داره حرف ما رو میزنه، میدونی، و چقدر یه جذابیت عجیب، ولی خب تو آهنگت مستقیم داری سامانه میگی دیگه، مثلا اونجا که میگی خودم وایس کست دادم
و به کسی دیگه زیاد خودم وایس کوست دادم. ببین میگم نمیخوام مثلا میگم فلان طرفه یا فلان چیزه مثلا، ولی خب یه سری مثلا وایس های اینا مثلا خب خیلی بالاخره اذیتمون کرد، ولی میگم مثلا همونطوری که تو داری میگی من خیلی بعدها هم فکر کردم بهش. ببینی اتفاقی که افتاد اینه که مثلا تو خودتو الان میگی تو اوج احساساتت بودی، زد بازی رو نمیتونستی گوش بدی. همونطور شاید خیلی از ماها وقتی که روز اول شروع کردن به ما حمله کردن یه سری حسایی رو ما به قول معروف تجربه کردیم که فقط خودمون میفهمیم. یعنی فکر میکنم یکی از بدترین حسایی بود که من تو زندگیم کردم. مثلا من از کنسرت اومدم هیچ اتفاقی، یعنی کاری هم کسی از ما انجام نداد. متاسفانه مسای عزیز فوت کرده و هر چیزی حالا به هر نحوی بود، آقا اصلا نمیدونم استارتش رو کی زده بود. خب ولی مثلا اون حس ما خب خیلی قوی بود، خیلی تصمیم بدی رو اون حسا گرفته شد. یا حتی خود منو مثلا بخوام بهت بگم، حالا اصلا اون ور که حالا حسی که من اون لحظه به تیم داشتم یا مثل مردم به کنار، ولی خب از اون ور من یه حس دیگه هم داشتم. مثلا اون روزی که بازی ایران و ویلز بود، مثلا من یکی حسی از دوستای جون، مثلا کسی که باشون زندگی کردم بلند شدم و اینا، مثلا دروازه‌بان مثلا تیممون مثلا دماغش داشت خون میومد، تو اون حس مثلا آقا طرفی که من میشستم یه استوری میذاش خوشحال ایول ایول آه مردم گرفتت، مثلا گل میخوردیم خوشحالی میکردم. مثلا خب اون روز هم مثلا من پشمم از حس این طرف ریخته بود. مثلا من اون روز به خودم مثلا گفتم آقا من این آدم رو تا ابد نخواهم دید. تو چطوری میتونی حالا هر کسی حالا هر کاری کرده باشه طرف هموطنه داره خون میاد از دماغش، مثلا تو زمین تو داری خوشحالی میکنی که آه مردم گرفت. مثلا یزید آه مردم ما 40 سال هیچ کیو نگرفته تو ایران. اصلا این سیستمی که من آهم بگیره حاجی، مثل اینکه مثلا انگلیسیه بگه هیتلر آه ما تو رو گرفت آخر. اصلا خودش از همون خرافات مزخرفی میاد که این جنبش میخواد از بین ببره. من خیلی چیزایی که دیدم تو این جنبش یه سری حسایی بود، یهو از یکی بدت میاد، یهو این سفیده، یهو این سیاهه، یهو تصمیم میگیری که هموطنت بازیگر فوتبالی که آرو شایسته سالاری رو زمینه رو بزنی نابود کنی از درد و رنجش خوشحال بشی. از اون بر اون وریان هم همینطور. و من حس میکنم که ما همون توی سری حسایی رفتیم اون دوران که خیلی برامون جدید بود و حسای قوی بود. مثلا عزیزانمون بچه‌هامون تو خیابون دارن مثلا بر اتفاقات بد میفته، جونشون خدای نکرده میدن، چششون رو دارن میدن، ولی از یه طرف هم خب یه سری دیگه کار و زندگی داشتن، یه سری خب فوتبال باید بره با احساس ما خیلی خرد و خر شد. من هندل کردنش واقعا سخت بود برای خود من، یکی که خیلی سخت بود. من اصلا نفهمیدم چه بعضی جا مثلا گفتم واقعا من این من بودم این کارو کردم مثلا، میدونی دقیقا. و یه سری احساساتی بود که احساس میکنم آدم خودشون هم مثلا حس مثلا یارو مثلا کک میزنه یکی دیگه میشه تو مهمونی فردا مثلا میگه داداش تو این حرفا که میزنی که به خدا من اینا رو باور ندارم. احساس میکنم مردم یه هیستریایی گرفته بودن که به حقم بود، تصاویر سخت بود و اینا، ولی کلا من فکر میکنم اون باید درسی بشه برام. همونطوری که من اون دوستم که احساس کردم اون چه آدم پایینیه که از خون اومدن در واقع دروازه‌بانمون مثلا داره خوشحال میشه، بدنی همون قدم رو دارن میبخشن و به این اشترسن که اون شاید حس موزشون بوده. شاید یه ویسی که در اومده حس طرف خیلی حس بری بوده، شاید یه سری کارایی بوده. و من احساس میکنم تا جایی که همه یاد گرفتیم و حرفو زده شده، حتی حرفای من رو کسی تاثیر داشته شه بچه های تیم همون چه بیرون، ما وقتی که باید همو ببخشیم، وقتی که من احساس میکنم که هر وقت تو نمیدونی خوب و بد توی داستان چیه، همیشه میگم دشمنم چی میخواد. مثلا من موقع برگزیت انگلیس که بود مثلا همه بحث میکردن، میگفتم این دشمن انگلیس روسیه است و روسیه میخواد برگزیت اتفاق بیفته. پس این اگه تو جوابشو نمیدونی بدونی که دشمنت خوشحاله برای تو خوب نیست. و من فهم میکنم تفرقه ای که بین ما افتاد و خیلی سفید و سیاه شد، تنها کسی که برنده است به نظر من رژیم، حکومت، سودش با اونه. پس ماها وقتی جواب درست رو نمیدونیم همیشه باید ببینیم آقا دشمن اون سود تو چیه، و اگه سود اون تو تفرقه بین ماست، به نظر من ما باید همه همو ببخشیم. و فکر میکنم همه درسشون رو گرفتن، هم از کسی که فوتبالیستامون رو مسخره کرد، مطمئنم امروز شرمنده نشه پیش خودش، هم کسی که نشست و برخاستی کرده با این ور، یا هر کسی حرف اشتباهی زده. احساس میکنم تا جایی که میشه دوباره وقتی که ما با هم باشیم
چون اونه که با من طرف مقابل دوست نداره و من امروز اونجای کارم. درست، چرا قشنگ گفتی اینو. ایول دمت گرم. خب آقا تو این حالا بحث این آهنگ بودیم، با این حرفا که زدی صد مطمئنم الان دوست نداری راجع به این حرف بزنی، اما سهراب ام جی به خودش گرفت یه استوری هم زد، یه توی آهنگ هم گفت من به نفهم اصلا سولو باشم، یه استوری زد گفت مهم نیست کیا تو خوشی با هم خوندن، مهم اوناست که تو سختی موندن پام، و اینا خب یه جورایی به سیجل برداشت میشد، و میخوام ببینم که الان رابطه خودت با ام جی اصلا گروه الان چه جوریه، وضعیتش بچه‌ها چه جوریان؟ با ببین خیلی وقتا مثلا ازم تو خیابونم تازه ایام میپرسن زد بازی چی شد، یکی که زد بازی یا حتی زد 7 یا هر چیزی شرکت و کارخونه که نیست هیئت مدیره داشته باشه و یه رأی میدی و اینا، یه تیمیه که دوستی و سابقه بسیار بلندی دارن، یعنی مثلا یه حالتی مثل برادرن همه توش، مثلا شما که با برادر دست من حرف نزن یعنی برادرت، مثلا ما از 16 سالگی حالا زد بازی 5 نفره و بعدش به احساس سپرم فکر کنم 10 سال یا بیشتره که همه با هم هستیم، یکی که یه حالتیه که یکی که نه رئیس داره نه ووت داره نه رأی داره، اینطوری نیست آقا امروز از امروز بازی 3 نفر هست، اینم بیانیه، تمام بچه های گروه یه جای کار اگه نبودن گروه میافتاد، از مؤسسش بگیری تا وقتی که چند نفر رفتن چند نفر موندن تا وقتی که اتفاقای بد افتاد، ما تو 20 سال 1000 تا بالا پایین داشتیم، من فکر میکنم که هر کسی به گردن این گروه حق مساوی رو داره و هر کدوم از اعضا نبود امروز نبود هیچی. ببین من اینجا ببخشید یه نکته اشاره کنم، اتفاقا چند خوش با یکی بچه حرف میزنیم، مثلا میگن آقا سیجل معروفه چون تو زد بازی بوده، خب بعد به اینجا نگاه کنید که همونقدر که سیجل تو زد بازی بوده زد بازی گروه سیجله، میدونی؟ و یعنی کلی چیز داشتی اضافه کردی اینها، مثلا یادم یه دو سال بود فکر کنم خودتو سهراب نمیخوندین زمان داستان ما و اینا، که آهنگ مثل من و اینا هیدن و جی جی میخوندن، یه دو سالی مثلا بود اونجا نبودید، بچه ها گروه رو نگرداشتن فکر کنم نسیم و جی جی و مهراد بودن و خیلی همونتا کمکار بودن، ولی خب این بالا پایینه همیشه بوده، ولی خب خیلی همیشه من یه پیشبینیت همیشه تو ذهنم بود این بود که تو اون مستند زد بازیه گفتی اگه سامان میموند عمر گروه کمتر میشد، و سامان اومد و گروه نبود 7 سال نبود و بچه ها همه جدا شدن از بعد بازگشت تقریبا چیز سامان، و خب خود به عنوان کسی که تو گروه هستی الان میدونی دیگه گروه قراره به یه جایی برسه یا نه، میدونی مثلا یه امیدی هست که دوباره ما زد بازی رو ببینی؟ ببین زد بازی یعنی همیشه هست، حالا اینکه حالا این زد بازی آیا ولی یه بریکی داره الان 3 ماه دیگه میخواد بیاد یا نه، چیزی تو پلان نیست، کنسرت داره نیست، ولی همیشه مثلا ما این بودیم، مثلا ما بعد از چندین سال که حالا بعد از داستان پیر شدیم و بزرگ بود که زد بازی دوباره برگشت و آهنگ داد با هم دیگه، آهنگ یخ و بچه محل رو دادیم و فکر میکنم آهنگ بعدی که به اسم زد بازی اومد 2 سال بعد بود که تهران میبینم، بود اگه اشتباه نکنم، من یکم روی تاریخ ها رو خیلی اونقدر درست نه مطمئن که نگم، ولی کلن گروهیه که خیلی به قول معروف وقتی پیش بیاد کارش انجام میشه، و اینکه حالا زد بازی الان 3 نفره 4 نفره، نه زد بازی همیشه یه تیمه، زد بازی همه حق دارن به گردنش و بچه ها روابطشون چه دلخور باشی چه نباشی، چه اصلا 2 ماه با کسی حرف نزنی چه 3 ماه با کسی حرف نزنی، خیلی حالات خانواده داره، شما میتونی با مادرت 3 سال قهر کنی با پدرت ولی بعدشو نمیخوام، مثلا اعتقاد ندارم، مثلا من خیلی وقتا ناراحت که میشدم مثلا از ریاکشن یا ایشون تحریمه، ایشون ما دیگه قهریم، ایشون با ما نیست، ایشون داداش من اینجا خونه خاله است، میدونم اتفاقات خیلی بزرگ بوده ولی مثلا حالا اصلا یکی اشتباه کرده یکی کار بد کرده، اصلا من گند زدم آقا تا ابد، که اون فقط تو قرآنه که تا ابد میسوزی تو جهنم، چیز دیگه تا ابدی وجود نداره، یعنی این داستان نیست، ولی حالا حرفایی که راجع به سهرابم زدی، سهراب هر حرفی که زده من نمیدونم با من بوده یا نه، ولی اگه اون لحظه حسش بوده کاملا حسش برای من عزیزه و سهرابم هم همیشه برای من عزیزه و اتفاق خاصی بینمون نیست، من خورده هامو گرفتم اونم خورده هاشو به من گرفته و ما مثل مرد و دوتا مرد
حرفامون رو میزنیم، به قول سپر چی میگفت، میپاشیم بیرون تو صورت هم دیگه و فرداش میتونیم بریم آبجو بخوریم با هم دیگه، مسئله این نداره. و اون اگه حالا حرفش کن من بود یا نبود، من اینجوری حس کردیم اون لحظه، چیز خاصی هم که به من نگفت، نوش جونش باشه، ولی نه چیز خاصی بین کسی نیست اونقدر. یعنی ما حرفامون رو اتفاقا چیزی که بین ما خوبه، مثل دختران نیستیم پشت هم بگیم، من تو آهی میگم اون تو آهی میگه، ببینمش بهش میگم، صحبت میکنیم. ما حتی قبل از این قضیه هم تا صبح صحبت میکردیم، مخالفت های شدید، اصلا برو تو چی میگی، برو خونتون. ولی آزادی و دموکراسی این بحثاست و من مطمئنم هم من بهتر میشم با صحبت کردن با آدمایی که من مخالفم، اون بهتر میشه. و نه چیز خاصی نیست که الان بگم چیزی شده. الان اینو گفتی دوباره یادم اون مصاحبتتون مستنده افتادم، اردشیر گذاشته بودتون دوره یه میز، بعد گفت من اصلا نمیدونم اینا چجوری توی گروه کار میکنن. ما خودمون هم نمیدونیم. یعنی من دو سال نشده نباشم تو زبزی، من فقط داستان ما رو نبودم. مثل منم نبودی که یه تایمی بود که نبودی دیگه. مثل من چون آهنگش رو نبودم، چون اون موقع آهنگایی که ما سید بازی میزدیم هر آهنگی که همون، آخه تو اون مستنده هم خودت میگی من یه تایم مطمئن نبودم میخوام بخونم. من اون چیزی که داستان ما رو دقیقی که نخوندم این بود که دیگه خواسته بودنم و داشتم میرفتم ایران. یعنی مثلا من اینترویوم هفته بعد بود با دوستان تو تهران، صداش هم حلقه ها میگرفتم سه روز بعد دیگه مثلا داستان ما رو. ولی خب نبودی یه مدت، یعنی اون موقع اصلا زدبازی هم کلا زیاد ترک نداشت، سهراب که نبود اصلا. یه تیکه که سهراب نبود، من و ایرزا و مهراد با نسیم چیزو مثلا دادیم، خیلی یادم این در بازکن رو خوندیم، کوکوریکو رو خوندیم. اون پیود بود که نه سامان بود نه سهراب بود که ما داستان بردیم جلو بیشتر. بعد دیگه دوباره بچه ها، بعد فکرم سهراب برگشت و بعد اصلا یکم پاشید و آره. خب پس اینا رو ما تو مصاحبه میذاریم اینجا، الان اینا رو میبینید، چون من یه اطلاعات غلطم. آخه اون موقع مثل الان نبود فیسبوک و اینا، اون موقع خبری نه، مثلا یه میدیدی 8 ماه مثلا آهنگ نیست از یه گروه، بعد مثلا یه داستان ما هست، میدونی، بعد مثلا آدم با خودش میگه خب مثلا سیجل نیست دیگه، مثلا نمیخوام الان داستان ما هم ورس دار ای ممکن اشتباه کنم. ماشاءالله علیرضا تو این چیزا خیلی حافظه چیزی دیجیتالی داره، ولی فکر میکنم یه ورس هم حتی داشتم تو داستان ما که دیگه اون شهره دیگه هاج بندی رفتن، خیلی سخت. آقا این حرفا رو زدی خیلی هم باحال بود، جا داره به این نکته اشاره کنم که حالا نمیدونم خودت یا بچه‌ها چقدر به این معتقدن، از زمانی که خیلی سوشال مدیا و اینستاگرام و هی همه تو استوری و اینا بودن، وایس زیاد میومد، چه هم تصویر زیاد میومد، خیلی ها شخصیت آرتیست ها عوض شده. مثلا تازه همه خیلی ها اینجوری بودن که این مثلا شخصی بود که ما دنبال می‌کردیم، یا واقعا این اینجوری از این داستانا. ولی تو جزو اون کسایی بودی که وقتی این اتفاق افتاد، مثلا اینترویو تو اومد اولین بار اون مستند زد بازی بود، یا حالا اینترویوهای دیگه، یا هر داستانی تو سوشال مدیا، حتی همین الان باز منو سورپرایز کردی راجع به اون، حالا داشتیم جلو قبل‌تر صحبت می‌کردیم، جزو کسایی بودی که وقتی این خیلی سوشال مدیا اینا اومد بالا، همه اینجوریان که این چه شخصیتی داره، چقدر باحاله. یعنی خیلی وقتا حرف نمیزنی، ولی وقتی حرف میزنی همه میگن خب چرا لعنتی اینه، چرا زودتر نگفتی؟ ببینید چی میگم؟ نه لعنتی هم عشقی، نه مرسی ازت. کلن خب تو گروه خب باحالش اینه که خب یه سری ها خیلی جنجالی ترن، یه سری ها بیشتر پشت پرن. خب من مثلا شخصیت که دارم، چون مثلا من 10 سالم خیلی کار میکردم، مثلا من کاری که داشتم و برای خودش یک کریری یا هر چیزی که بود، خیلی تو این کارم جای بدی هم میرفتم. مثلا میرفتم یه جای جنوب الجزایر، یعنی آبادان مثلا، خیلی شهر جلوی اونجا، یعنی برزیل اونور بود، برزیل واقعا سوسکه اینور بود. بعد خب مثلا جو الجزایر به شدت مذهبی، یعنی مثلا میرفتم مثلا نهار مثلا میبرمیگشتم آفیس، مثلا همکارم گفتن چرا نمیای نماز بخونی ما. و من خب کلا خیلی یاد گرفتم که آدما رو حالا هر جوری که هستن دوست داشته باشم و بفهمم و همیشه سعی کنم کار جلو بره. یعنی مثلا خیلی برام مهمتره که آقا مثلا من یه آهنگ دارم سه هفته دیگه میاد، به بهترین نحو بیاد، حالا بشینم هی مثلا وایس بدم یا هر چیزی. و خیلی من دوست دارم صحبت بکنم و اینها، ولی از یه طرفم اونطوری توم خیلی بیشتر پارت هنری و نوشتن و
پروژه رو بردن جلو و اجرای درست و همه ایناست، بیشتر وقت هم تو اون میذارم تا تو مثلا دید باشم. یا خیلی چون دو تا فلسفه داری دیگه، یه فلسفه اینی که مثلا میگن خب آرتیست هرچی تو چش داره خیلی مردم باهات انگار میشناسنت، انگار دلیه، مثلا هرچی تو اینستاگرام باشه، یوتیوب باشه، فیلم باشه ازت، خب مردم مثلا میبیننت، یه اختی میگیرن. ولی خب از یه طرف به همون مقدارم به اون ایمیج و تصویر آرتیستی که در دسترس نیست لطمه میخوره. و من فهم میکنم مثلا مثل کمونیسم و کپیتالیسم خیلی سلیقه‌ایه و هر کسی اونجوری که مثلا وجودشه و مثلا بلد باشه. مثلا من خیلی آدمی هم نیستم که مثلا خیلی با خودم، یعنی زوری مثلا از خودم استوری میگیرم. ولی خب مثلا تو مهمونی منو ببینی، تو خیابون ببینی، تو سلمونی مثلا یا هر جایی، خب کاراکتر اصلی خودم رو با اون راحتم. ولی خیلی هم خودم تو شیشو بشم، ولی اون سی جدی که یکم دورتره رو حال میکنم باهاش، یعنی احساس میکنم که خیلی تو من نیست اونقدم حالا نزدیک باشم. ولی خب یه سری از بچه هامو خیلی هم توش نخبن، خیلی هم خوبه. فکر میکنم اونی برمیگره به کاراکتر درونیت که چطوری هست. آره ولی ریسک دیگه، تو هرچی بیشتر توی چیزی باشی یعنی نمایان‌تر باشی، احتمالا که کار عجیب غریب تر بکنی یا سوتی بدی یا یه چیزایی ازت معلوم بشه که شاید نمیخواستی در حالت عادی معلوم بشه زیاده دیگه. خودت فکر میکنم یه دونه من حرکت فول راستشو بخوام یادم ازت تو اینترنت، اونم یه فوش مادر بوده. به یکی دادی. آره حاجی من یه چیزی هم که ازم، یکی اون بود، یه بارم تو کووید، دو بار من کووید گرفته بودم، اصلا خورد بود، مست خیلی زیاد بودم، اونجا هم یکی دوتا حرکت فول زدم. ولی دو سه بار که برام یه اتفاقی افتاد دیگه، چیزی که من خیلی رعایت میکنم کلن سوشال میدیا وقتی که تو حالت کاملا سوبر نیستم کنسله. یعنی میدونی مثلا شراب قرمز خیلی بعضی وقتا منو عصبی میکنه، پرخاش میکنم، مثلا یهو ممکنه مثلا من تو بشینیم سر شام، ممکنه چهار بار شراب قرمز بخوریم، بگیم و بخندیم، روز پنجم یه جوری گازت بگیرم، پاچتو بگیرم که پشمات بریزه. و مثلا دیگه سعی میکنم که مو هزار تا حرف میخوام بیام بزنم، فوش بدم، تلگرام بذارم، استوری بذارم، ولی یاد گرفتم که آقا تو حالت عادی نیستی، اینو بذار کنار، صبح که پاشدی اگه دیدی هر مثلا فکر میکنی برو براش. اوکی پس پاپارازی میاد دورت شراب قرمز نخور. نه شراب قرمز یه بار خانواده همون هم بند کرده بود، یه مامانم اینا گفته بودن تا این میشه یه مدت نخور. اوکی آقا تو آهنگ اوه نو، حالا این که بیت آهنگ خود در جریان بودی که اورجینال اورجینال نیست ملودیش؟ ببین راجب اورجینال من صحبت کنم. آره اتفاقا یه سوال دارم، اول تو اینو بگو بعد من اونم بهش میرسیم، چون مطمئنم میدونستی این اتفاق هست یا نه. ملودی اصلیشو میدونستم ولی خب کل پروداکشن روشو نه. ولی یه چیزی که میخوام بدونی اینه که حالا مثلا من هی نمیام حرف بزنم، چون اساسا خودم انقدر ماشاءالله هر روز رپر ما دارن حرف میزنن که اصلا یه لوس شده حرف زدن. یعنی مثلا من میرم تو کانال تلگرام یه ردی روزی 45 تا اینو گفتم اون اصلا گم میشه، اصلا به نظر من حرف نزنه دیگه سنگین تا اصلا گنگ اینه که حرف نزنی به نظر من، چون انقدر زر مفت است که فایده نداره. ولی مثلا دارم میگم مثلا فکر کنم سفرم توضیح دادم، مثلا آهنگ نخ ما رفتیم یوتیوب طرفو دیدیم و یوتیوبش خیلی لژیت بود و مثلا 3 سال بود یوتیوبش هم پایین نیومده بود، کانتکت کردیم، من با ایشون رفتم تو مذاکره، اگریمنت داریم، حتی حالا سفر نگفته، ولی تو اگریمنت ما اکسکلوسیو رایت بود، پولش هم دادیم، یعنی پولش ما دادیم، حالا تقسیم به سه کردیم بین خودمون، پول ایشون هم دادیم. آهنگ که در اومد خب مثلا من خودم هم شک داشتم، ولی خب المانایی بود که فکر می‌کردیم لژیته ایشون، خب من گفتم مثلا کپی رایت داره، چه جوری 3 سال روی یوتیوب یا روی نیومده پایین. بعد حالا این اتفاق افتاد، ما پولش رو دادیم، کارمون رو درست کردیم، حالا فهمیدیم که مثلا ایشون ریمیک اون رو زده بوده، اصلش مثلا یه جای دیگه بوده، خیلی اتفاق خاصی نیست. یعنی میخوام بگم این اتفاقایی که میفتن اینطوری نیست که ما رفتیم برداشتیم، نه من 6 ساعت کان اگریمنت رو دو صفحه نوشتم، پول ایشون رو دادیم، همه چیز اصلا اینجوری بود بر نمیگشته. باره حالا اون داستان اومدن پایینش هم فکر کنم اون که چیز بود
ربات و اینا بود. یعنی اصلا دلیلی هم که اسپاتیفای زده بود که خیلی، چون خیلی هم پلی، فکر کنم رکورد موزیکای ایرانی رو داره. حالا من فکر، یعنی تنها آهنگی که فکر کنم شاید بیشتر از این پلی خورده اصلا، چه رپ چه غیر رپ، فکر میکنم آهنگ برای شروین باشه که شاید بیشتره، ولی مثلا تو یک، تو اون مدت زمان 1 میلیون فکر کنم مثلا یه رکوردیه که حالا خودمون هم نتونیم بزنیمش. ولی مثلا این اتفاق آخه تو این شرایط اینترنت، من فکر می‌کنم یعنی اگه اینترنت مثلا اوضاعش اینجوری بود، خیلی الان من داشتم چک می‌کردم اتفاقا آخرین بار روی یوتیوب 606 کا زدین، روی اسپاتیفای 1,613,000، 3 میلیون رو ساوندکلاود زدی، و این نکته جالبی که داره 20 نفر به جز خودتون رو ساوندکلاود اینو گذاشتن و ویو اونا رو هم 1,500,000. یعنی اگه اونا نمیذاشتن شما نزدیک 4 میلیون بیشتر هم میشدن. و مسیج اسپاتیفای که اومده بود برای من نوشته بود که خیلی زیاد پلی شده، که این پلی ها یکم مثلا بعضی ها داجیه، که حالا دو حالته، یا این که خب مثلا خب خیلی از ایران پلی شده، که بعضی وقتا اسپاتیفای اصلا مثلا آی پی ادرس ها با وی پی ان و اینا شک میکنه. خب خیلی وقتا هم ماشاءالله بچه های ما خیلی اکتیو هم تو کار خراب کردن هم دیگه، مثلا ممکن هم هست یکی ربات انداخته یا هر چیزی، ولی میگم مسئله نیست که حل بشه. مثلا پلیلیست زد بازی سالی 2 بار میاد پایین، آلبوم دبل آلبوم سالی 1-2 بار میاد پایین. متاسفانه مارکت ما، حالا جز اینکه شما مثلا یه آرتیست خوبی باشی با رادیو جوان صحبت کنی که بالاخره با یه کسی داری صحبت میکنی، خب انقدر ایران وضعش خرابه و از همه چی دیسکانکتد هستیم که خب مثلا فکر کنم یه آرتیست اوکراینی بودیم، یه آرتیست مثلا حتی آلبانیایی بودیم، حتما یه مسئولی داشت اسپاتیفای برای ما تلفن رو زنگ برداریم. ولی خب دستمون چون ایرانی هستیم و ایران اصلا تقریبا تو نقشه دنیا تو سیستم دیجیتال و مانیتایزینگ وجود نداره به خاطر تحریما، خب اونم یه واسه من مسئول بذارم برای چیز، خب هیچ کسی با من کسی رو نداره باهاش صحبت بکنه و این اتفاقا میفته و تنها راهش اینه که آدم هرس نخوره. و میگم مثلا من به جای اینکه بیام همون لحظه تلگرام میام فوش بدم مادرت رو میکشین پایین با ربات، هم لحظه تن کاری که میکنم با مثلا همسایه مثلا سجادم کسی که باش کار میکنم زنگ میزنم میگم آقا سری بیا آپلود کنیم، یا مثلا اینو دیسترو کید آورد پایین، میخوای با تیون کور بدیم فلان کنیم، یه تصمیم میگیریم که فقط در اسرع وقت اون حل شه. حالا دیگه بیام هرس بخورم و اینا دیگه ایرانه و همین مارکت دیگه، کار نمیشه بیام. ایناست که بعد آقا اینو می‌خواستم بپرسم، رفتیم تو اوهنو، تو اوهنو جی جی بک وکال گفته یا صدا خودته؟ خودم چقد اون شبه جی جی من علیرضا حاجی، من علیرضا مثلا الان 2-3 سال با صداهامونو تشخیص میدن. یعنی من مثلا تا 3-4 سال پیش نمیدونم چرا، ولی نست ورسای علیرضا گفتم ورسای من، نست ورسای من گفتم ورسای جی جی، یه فکر کنم ته صدامون شبیه وقتی یه جور خاصی حرف میزنی. من اولین بار اینو میشنم، مثلا من زیاد شنیدم آرتا و کوروشو از هم تشخیص نمیدن، ولی شما رو تا حالا نشنیده بودم. نه من و جی جی به خصوص قدیم خیلی مردم عادی کانفیوز بودن، ولی نه ولی من خیلی قدیم ترا چون خیلی عکس ازتون بودی یا رفته بودی تو فاز کانسپیرسی که این اصلا جی جی این کارو کرده که اون آره کاری آره بشه. آره آره نه نه خیلی شبیه اونجا بک وکاله خیلی شبیه بود، من گفتم اصلا راه نره جی جی نباشه. مثلا اونجا میگه چی بگیم چی بگیم آره چی بگیم چی بگیم آره چی بگیم چی بگیم دیگه لازم آرام چی بگیم دیگه سوپر استار ایناست که خب من چی بگم با سوپر استار دارم مصاحبه میکنم ده سوپر استار اینترویو برو. یه ترک تو آلبوم داشتی به اسم الماسیم، الماس، و این خودت هم روش نوشتی که این اینسپایر شده از دایموندز، ولی یه کوچولو بیشتر از اینسپایر نیست آهنگه؟ یعنی بعضی جاش من آهنگ من کلا خیلی آهنگ مثلا آرتیست های خارجی که دوستان خب خیلی قدیمی هم مثلا آرتیست که باشون بزرگ شدن مثلا ستینگ و لونارد کوهن و ام ان ام و دار، خب بالاخره اون زمانیه که بزرگ مثلا من چه میدونم با تایگا و نمیدونم حالا معروف تراشون حالا هرکی لیل درک مثلا ویکند مثلا اگه ویکند هم مثلا گوش میدم دوتاشو دوست دارم. ولی میدونی یه تا جایی که من خیلی بررسی کردم تو ذهن خودم، شما 14 تا 18-19 اون اوج وقته که با یکی بزرگ میشیم، مثلا من اونا تو ذهنم مثلا دیدی مثلا بابا همیشه میگه این آهنگا چیه 20، اون دلیلش اینه که شما مغزت جایی که داره شکل میگیره خیلی تحت اولین عشقت بوده، اولین نخ سیگارت بوده که ولی آفرین و اون زمانی که رو موزیک کلید لیریکا رو مینویسی، مثلا من خودم اجی مثلا 1000 تا نوشتم لیریکای بقیه رو، ولی مثلا الان که نمیدونم مثلا ویکند بگم وا مثلا چه باحال بود مثلا
ولی راجع به اون من یه خواننده ای که یعنی خواننده خانوم من بر ریانا میمیرم، یعنی من کی نمیمیره کی نمیمیره نه من خیلی میمیرم، یعنی تو مایاز که ببینمش من آدمی نیستم که برام، یعنی میرم سر میز با مامانش هم باشه میگم میدونم کارم کیریه ببخشید، ولی یه عکس میشه، یعنی خیلی دوست دارم مثلا با صدای ریانا زندگی کردم، خیلی ازش یاد گرفتم و آهنگ دایمندش من خیلی همیشه دوست داشتم و اصلا هم نیومدم عوض کنم کسی نفهمه، اسم آهنگ صاف الماس به آنرم گفتم بیا شبیش، حالا نه دیگه جوری شبیه که کپی رایت بشه، یعنی من دوست دارم انقدر این آهنگ رو دوست دارم یا آهنگی باشه که باشه، و تم آهنگم یا آهنگی بود که آقا ما نمیشکنیم، یعنی اونم تو اون مدتی نوشتم که خیلی رو ما انرژی منفی زیاد بود که مثلا میگم ولی خورشید بالاخره زمین میچرخه، خورشید در میاد، یه مدت پاس شد دوباره ماییم، یعنی و خب خیلی میخورد مضمونم به الماسی که نمیشکنه و در این حال خب الماسی هوپی داری بذار بباره از آسمون ما میرسیم به چیزی که میخوایم، این کار بود که انجام میدادم، خدا رو شکرم مقدارش رو درست گرفتیم که کپی رایت نخوره. آره ولی مثلا من خودم اولین بار شنیدم چون نخوندم چیزشو قشنگ مشخص بود، و اینجا میخواستم اینو ازت بپرسم که مرز بین کاور، سمپل، اینسپایر شدن و دزدی چیه توی موزیک؟ ببین من فکر میکنم دزدی که خب مثلا وقتی که شما اصلا نمیگی هیچی، مثلا خیلی خواننده هامون هم هستن اصلا صداش هم در نمیاری، بیت همونه، ملودی هم همونه، فقط یه شعر خودت رو میذاری توش، اون میشه دزدی. سمپل خون کاری که مثلا فکر کنم علیرضا خیلی خوب انجام میده که میاد یه آهنگو میگیره و بیتشو سمپل کنی، یا مثلا استاد سمپلینگ برای مثلا کانیه وست من نظرم تو مارکت های خارجی دیگه از کوروش یغمایی هم چیز کرد دیگه، کانیه وست سمپل کرد دیگه. آها کرد، آره خیلی واقعا اون اصلا من نظرم بی نظره. بعد مثلا چیزهای دیگه داریم، مثلا کاور که کاوره به نظر من خیلی جالبه، من فهم کردم که مثلا آدم با کاور معروف نمیشن، ولی تو مارکت خودمون خیلی با کاور شروع کردن و صداشون رسوندن، به نظر من چیز خوبیه. یکی دیگه هم بود سمپل و کاور و دزدی و اینسپایرشن دیگه، اینسپایرشن چه میدونم، مثلا زمین صافه من اینسپایر شدم از یه آهنگ فرانسوی که مثلا تو شجاع میگفت من مثلا میدونم زمین صافه، ولی مثلا یه جمله کوچیک بود و مثلا کل کانسپت فکر کنم اون اینکه یه جای چیزی باحالی پیدا میکنی سعی میکنی بسش. آخه این تو رپ آمریکا هم خیلی هست، مثلا خیلی از رپرها من داشتم پیروزه چک میکردم، هم جی کول بارای کانیه وستو گفته یکی دو بار تو آهنگای مختلفش، هم کندریک لامار گفته، هم تراویس اسکات گفته، یا مثلا خود دریک اون آهنگ سوپرمن امینم رو توی یکی از آهنگاش کورسش خونده و این اتفاق میفته، ولی خب این مشخصه، یعنی یه آهنگ سوپر هیته، اون پانچو همه شنیدن، تو میای استفاده میکنی، اصلا نمیتونی کلیم دیگه ای بکنی که من از این شنیدم یا نشنیدم، میدونی؟ ولی وقتی مثلا طرف تو یونان بوده اصلا اینو هیچ کی نمیشناسه، تو اومدی ورداشتی، نه سمپل مینویسی نه کاوه، اصلا اسمشو در، خب این دزدیه دیگه، چون تو داری این نمیگی، این دزدیه و کم هم نیست، مثلا حالا حتی تو پاپ خونه ما حالا اسم نمیخوام زیاده، مثلا یو تو ترکیه نشستی وسط چه میدونم آنالیا یو یه آهنگ، آخه تو خود ترکیه هم زیاده این داستان، هم مثلا یا مثلا تازه یا میدونم بیشتر اینجایی که این خیلی هم میدوزنن چیزه مثلا آمریکای جنوبی هم مثلا ما کمتر میشنیم میشنیم، ولی اون دیگه اسمش هم ندی. خب ببین آخه یه داستانی خود خر کردن، خودتو خر کنی اوکی، مثلا حالا من بستم عوض میکنم پلی فیک مثلا، آره مثلا یارو مثلا خیلی جدیده، مثلا چون مثلا سامپلاد تازگی هم که سامپلاد خیلی مود شده تیکه به سورشی پاپولوژیست، نه اصلا پاپولوژیست من مثلا خیلی دوست دارم، ولی کلا من نمیخوام جاج کنم که کی فیک کی فیک نیست پلیاش، برای اینکه در نهایت اصلا مهم نیست پلی فیک به چه دردت میخوره، دو تا دردت میخوره، جفتش هم بسیار شورت ترمه، پلی فیک یکی که کلکل داری با کس دیگه میخوام بگی که من خفن‌تر از تو هم، خب مثلا آره بعد جفتتون فکر میخواین که در نهایت شرایط مالیت هر کی پولدارتره یا اینکه تو اونی که میشناسی آجانه چقدر فکاش بهتره، یه دونه چیز دیگه یه فیک این که تو مثلا بیای مثلا با آمار فیکت
سپانسر رو خر کنی یه بار، ولی همش میگم مثلا شورت ترمه، مثلا میگه آقا من پول بده مثلا یوتیوب هم 10 میلیون ویو خورده، 20000 دلار مثلا بده، خب بعد یه بار یارو میکنه مثلا میبینه خب دیگه پشتش، این همش خیلی شورت ترمه. و مثلا من خودم حساسیت خاصی ندارم به فیک یا غیر فیک، و من جوری که خب میبینم مثلا میذارم این چیزای بغل هم، فکر کنم 60-70 درصد آرتیستای امروز هیپ هاپ ما خیلی هاشون فیک دارن، یعنی یکم جوری که معروفن توی جمع فالوورای بعد مثلا یکم نمیخوره همه چیش به هم. ولی میگم باز تنها بعدی که برام من داره اینه که خب من خیلی دوست داشتم مارکت سالم داشتیم که میشد آقا کامپر کرد، مثلا من الان دیگه آهنگایی که خودم میخونم و با پلیای خودم مقایسه میکنم که بفهمی آهنگم خوبه، یعنی چون بالاخره یه معیاری داشته باشی خوبه دیگه. اینو خب از ما، از مثلا شخص مثل من سیجل گرفتن بچه‌ها، ولی در نهایت هیچ تأثیری نداره مثلا رو زندگی و کار من، چون بالاخره جایی که واقعا معروفی و یا آهنگی گرفتن اینا خب تو کنسرتاته که میبینی، تو خیابونه که راه میری، تو شهر از مثلا ایران هم نمیرم، مثلا تو ونکوور الان هستم راه میرم، یا استانبول راه میرم، آلمان، یعنی در واقع اون فیم و اون آهنگات آهنگم تو موزیک یا تو ماشینه یکی دور مثلا چه من تورنتو بشنوم تو ایران، اینا چیزای واقعیه و در نهایت چیزایی که هم برای شما جز عشق آدم ها رو میاره، مثلا خدا شما هر جا مثلا میرم الان بهم کوی لطف دارن، چه سرمونی میرم، چه رستوران میرم، چه یکی دیگه هم کنسرته که واقعا در آن ارزاییه. و اینکه خب لیبل ها، یه سری لیبل هم خورا جدید میان میخوان اصدار کنن، اون که هیچی، ولی خب اون هم که خیلی وقت تو کار هستن، بالاخره از این مدتی میدونن هر آرتیستی چی داره. یه در نهایت حرف هم میکنم داره طولانی میشه، اینه که پلی فکر نه منو هرس میده نه تأثیر رو زندگی من داره، اصلا مثلا آهنگ من مثلا 70 نفر گوشتن مال شما 70 میلیون اصلا مهم نیست، چون در نهایت که من بیزنسمو دارم، کارمو دارم و واقعیتو میدونم. فقط میگم چیزیش که حیفه اینه که رقابت رفرنس سالمو گرفته، و رفرنس سالم دیگه تنها چیزیش که داره اینه که مثلا خودم من مجبورم فقط با آهنگای خودم مثلا میخوام ببینم مثلا اونو بهتر بوده یا مثلا تل بهتر بوده یا چیز، یه فقط خودم رو هی باید مقایسه کنم با خودم، نمیتونم با کسی دیگه ببینم، و این خب خیلی حیفه به نظر من، خیلی چیزه میگم برای خود آرتیستام فایده ای نداره جز شورت ترم. ولی حالا اگه اینو ترجیح میدن حالا به اون جایی که هستن دوستانم به هم نشون بدن یا بگن آقا ببین من بکنین خوبه، ولی اگه واقعا دنبال نون در آوردن از موزیک هستین یا دنبال کنسرت گذاشتن هستین یا دنبال چیز دراز مدت هستین، فکر نمی کنم کمک خاصی بکنه پلی فیک به کسی. یه سوال الان زد بزنم، اون موقع که یادت به من گفتی واسه من چند تا آهنگ بفرست از نسل 4 و اینا، تازه اوایلش بود اینا، و اون موقع که برات آهنگای سروش رو فرستادم ادیکتد و گوش دادی، فکر میکردی یه زمان اینجوری یکم مین استریم تایم آرتیست ایران بشه تو این مدت کم؟ سروش من رپشو به نظرم خیلی رپ باحال و خوبیه، و مثلا فکر کنم 2-3 نفرم هستن، 3-4 نفرم نسل 4 فکر میکنم که خیلی خوبن. حالا میگم کلمه مینستریم هم خیلی کلمه سختیه، مینستریم چیه، ولی نه دمت گرم که تو یادم چند وقت پیش بود، 2-3 سال، 3 سال شد فکر کنم، 3 سال پیش گفتی، و فهم کنم همه کسایی که فرستادی تقریبا همشون اسم رسمی که باید میگرفتن و گرفتن، و این خب خیلی باحال. حالا من میگم مثلا یه چیزی که خیلی دوست دارم که چون من یه بار یه دونه چیزم تلگرام گذاشته بودم که خیلی بد برداشت شد ازش. آه اتفاقا اونو سوال دارم، دقیقا خوب جای زدی وایستا، من خودم حالا ازت میپرسم اونو. آره دقیقاً اومد اینه، من اصلا پشمام ریخت که آقا چه جوری میتونی، بعد چون بعضی خودشون آرتیستن، یعنی تو خودت میای پانچ میگی فلان اینا، چه جوری متوجه این نشودی؟ چون دقیقاً متن که نوشته بودی این بود، نسل 1 20 آهنگ میداد یه دیس، الان 20 تا دیس میدن یه آهنگ، برای همین خیالم راحته که تا 20 سال آینده نسل 1 پلی میشه. و خیلی ها برداشته این برداشتی کرده بودن که آقا تو چرا هرس میخوری اینا ویو میخورن. چیزی که هست اینه که ماها نسل، اینکه من خیلی دوست دارم که بقیه نسل ها بهتر کنن،
یعنی همونطوری که بهزاد داره میتره کنه، سپهر داره میتره کنه، وانتونز مثلا داره میتره کنه، نسل جدیدی ها، یعنی من یا مثلا ددان حتی، یعنی من فکر میکنم تو همه اینا جز اولین کسایی بودم که تا جایی که میتونستم کمک کردم بدون هیچ چشم داشتی. بچه های دیگه هم هستن، یعنی من کلن تلنت یا استعدادی که فکر بکنم واقعا جا داره جز مثلا خودم به کنار، مثلا خود برو حالتو بگو، من یه شده کمک کنم چیزی هم بعدن ازت نمیخوام. حرفی که میخواستم منظورم باشه اینه که نسل جدید، حالا شاید شانسیه که ما داشتیم که سوشال میدیا نبود، پول نبود، اصلا ما برای موزیکمون کار میکردیم، یعنی از ما بگیرید تا تمام نسل یکی ها ما به عشق موزیک موزیک میخونیم، نه فکر میمونیم که لباس چی بپوشیم توی ویدیو کلیپمون، نه فکر میمونیم کنسرت چی بپوشیم، زنجیر چی بندازم، حالا توی تلگرام چی، حالا ویو فیک، نه ما داشتیم واسه موزیک میکردیم. و احساس میکنم که دلیلی هم که بالاخره نسل یکی ها خیلی آهنگ دارن اینه، و احساس میکنم که شاید نسل های جدید خیلی زود درگیر یه سری حواشی میشن که آره ممکنه اسم دو دقیقه به چخه، وای دیدی این به این گفت، این اینه اینو رو کرد، این از دوست دختر اون یکی گفت، این از فلان گفت، وای این چیز، اوکی، ولی برات نون شب نمیشه. و من هدفم این بود که بگم اینو، و احساس میکنم یه جایی دیگه که من خیلی دوست داشتم که نسل جدید بهتر عمل بکنه، رپ خوب و موزیک خوب فرق داره. مردم برای موزیک خوب میان کنسرت، رپر خوب باید کسی رو پیدا کنه که بهش موزیک خوب میده. مثلا دارم میگم دلایل، حالا یک سری گروه ها یا گروه ما رو از خودمون بخوام مثال بزنم، دلیل موفقیتمون این بود که از همه جهات داشتیم، مثلا صدای مهراد رو داشتیم، رپرایی مثل سهراب و ویلسون سامان داشتیم، کورسازی مثل من داشتیم، آهنگای چیز داشتیم. و من خورده ای که میگیرم که چیزی که خیلی خوب مثلا بهزاد بلده، سپر بلده، سکیل رپ یه بحثه. شما مثلا من بیشتر رپری که گذاشتم فبیلس بود، به من پول بدی نمیرم کنسرتش، برم چی گوش کنم. و احساس میکنم که بچه های جدید مثلا یه آهنگ دو دقیقه میدن یا یه آهنگ یک و نیم دقیقه فقط ورس رپ جایی نمیرسه. اتفاقا من از دلسوزیمه که دارم میگم، دوستان با شما کنسرت بذارین، کورستون اینجوری کنین همه بخونن، ورسای رپ باحال بذارین بتره کنین. سیستمی که رپر خالی با رپش فکر بکنه که میتونه کریر درست کنه تو اینترتینمنت برای اینکه کنسرت بذاره، این یه فکر باطله. یعنی شما اگه نگاه کنین آهنگی که کسی که کنسرت میذارن، کانی وست، جی زی، دکتر جوی، امینم، اینا کسایی که آهنگای معروف دارن خیلی، و ممکنه هزار تا رپر بودن اینا خیلی بهتر، میگن فبولس تو رایم بازی یا مثلا تو فلو بازی اون موقع مثلا جی زی رو قورت میداد، ولی کی اصلا میشناسه فبولس رو؟ هیچ، هزار تا رپر دیگه. و من مثلا وقتی بعد این چیزا رو میگم، مثلا رو چیز من بیشتر کسی هم که موفقیت بقیه خوشحالم میکنه، ولی دوست داشتم بیشتر ببینم مثلا معنا خورده ای که از نسل جدید دارم، دوست دارم آقا یا آهنگشون هر جا میرم پلیشه، مثلا این یه دونه نخلا بدین، یه دونه نمیدونم بچه محل بدین، یه دونه اکستسی بدین، یه دونه آهنگ تولد بدین، یه چیزی بدین که من مثلا فقط تو کامیونیتی رپی نشنوم، دوست دارم برم تو مهمونی خونه یه کسی آهنگ باشه، عشق میکنم. و فکر میکنم که فکر نمیکنن به چیز بزرگتر، فقط ورسه رپ اینو بزنم حاشیه. و بعد آخه تو کامیونیتی هیپ هاپ گم میشی. من حالا کامیونیتی هیپ هاپ هم خیلی گنده شده، قبول نداری؟ ولی کامیونیتی هیپ هاپ خارج از ایران اونان چقدرن مگه کنسرتت بیان؟ تو کامیونیتی هیپ هاپ مثلا تو 10 تا دوست ممکنه 3 نفرشون هیپ هاپ بیان، هفته دیگه هم بعد یه آهنگ داشته باشن بیان باهاشون. میدونی مثلا چرا امروز مثلا یکی بگه آقا مثلا میگم سامی بگی مثلا یکی بیا بگه بریم مثلا من نمیام، نه مثلا این با تو فکره میگم مثلا ایجونم و میدونی مثلا باز یه من میگم ماهایی که مخاطبش نیستیم، ولی سه تا چیز ازش یادم اومد، مثلا به یکی بگی زد بازی، آره من فوق العاده و فیتش با عرفانش و مثلا با سامی بگی میرم، راست میگی، ولی یا مثلا زد بازی به هر کی بگی، مثلا به آدم 40 ساله دایت مثلا بگی یه تابس، یعنی یه جا یه چیزی از تو میشناسه مثلا، میدونی من میگم اونو تو بعد به مردم بدی، چون موفقیت تو در نهایت تو مونه، اونا هم که میان کنسرتت. کامیونیتی دیوانه هیپ هاپ انیویز دیوانه همه هست. ببین الان اینو گفتی، مثلا من خودم
مثلا من همیشه تو خونمون موزیک کردم، مثلا الان موقعی که با مامان همینا زندگی می‌کردم همیشه من پا می‌شدم اولین چیز صدا موزیک میومد بیرون. و خب اون تایمی که بچه محلو داده بودین منم خیلی دوست داشتم و هی میذاشتم اینا، یه بار داشتم میرفتم اینو، بعد هر جا تو ماشین اینا باشیم من مثل دی جی هم همش رپ میذارم، بعد چون نمیتونم واقعا موزیکای دیگر خیلی گوش کنم، بعد داشتم همینجوری رپ میذاشتم اینا، یهو پشمام ریخت، مامانم گفت آهنگر بزن که مثلا راجع به بچه محلو اینا، مثلا چی مثلا مامان من مثلا اینی همینا. و ببین اینجاست که میتره کنی، یعنی اینا رو میخوام مثلا ببینین الان جای دوست دارم از تجربیاتم بگم، تو دیس بدی وست دو دقیقه وست پنج تا پا میگم واه نون شب نمیشه بابا، اینقدر دیس هم زیاد شده، مثلا خود منی که عاشق اینم من اکثرا به دیس سرکار یکش میرم دیگه، منی که عاشق اینم دیگه اینجا بابا چون مادرتون دو دقیقه دیست ندید یعنی سه تا آهنگ هم بدین باش، من حرفم این بود، ولی حالا اگه بعد برداشت شده من منظورم اون نبود اصلا. آره ولی واقعا دیسافت یه تایم خیلی چیز شده بود. بعد این سویچ بیت رو دیدی، هی سویچ بیت سویچ بیت، مثلا یه دقیقه مود آهنگ یه جوره، بعد تو میری تو مود آهنگ یه سویچ بیت میخوره، بعد میای یه داستان دیگه، بعد چرا؟ یعنی به نظر دلیلش چیه؟ من تنها چیزی که بهش فهم کنم اینه که میگم یه موضوعی رو یه ورس مثلا فلانی نوشته، بعد نتونسته اینو یه آهنگ کاملش کنه، بعد گفته حیفه، بعد یه آهنگ دیگه هم داشته اونم نصفه بوده، یا حوصله‌شو نشه یا نمیتونه، این دوتا رو چسبونده به هم، چسبونده بعضی وقتا هم نمیدونم، مثلا خیلی هم توی پرودوسرها دیدم یه آدم یه چیزی که خوبه حوصله‌شون سر میره، هی دوست دارم مثلا ADD زیاد، مثلا نه آقا یه چیزی که خوبه بذار طرف اینجوی کنه، بذار با ملودیت حال بعد کارشو بکنه دیگه، یه دو سه دقیقه هی عوض میکنه. یه سری دی جی ها اینطوری هم مثلا مثلا های عروسی رفته بودم 33 ثانیه بیشتر نمیذاش، من بابا میخواست کپیرایت نخوره. آقا حالا که بحث بچه های نسل چهاره، من یه بار میخوام یکی از بچه های نسل چهار برات بخونم، یعنی یه چهار تا بیت برات بخونم، چهار تا بیت که نه چهار تا مصرع، و نظرتو بگی و ببینم میتونی حدس بزنی که از کیه. شاعر اینجا میفرماید که میگه که هنوزم قصر قلبم داره برای یه ملکه جا، ولی توش هر شب دارم میکنم تو یه ملکه جا، از این عاشق وفادار فقط دار مونده به جا، چهرمو میپوشونم تا خودمو بیارم به جا. میشه یه هشتا اسمم بگی کلن سوالاتون هشتا اسمم بهت بچرخم؟ اوکی ببین این یه باری بود که خودم خیلی دوست داشتم، یعنی سوال دیگه این خیلی دیگه هم خفره، خیلی خب برای همین میخوام چیز کنی اینو. کسایی که برات میذارم بگی: آیسم، کیارپ، آپریسا، هیپاپولوژیست، پوری. سختش کردم برات. به نظر ببین من همشون رو راستش بگم زیاد نشنیدم، من حدسم رو هیپو سروشه یا پوری، ولی نه نیستن این دوتا، نه جفتشون غلط. خب بقیه هم یزی کی تو مرکه جا میکنه؟ ببین یه رپریه که قبلا تو فریاس بود به اسم آپریسا، و این پسر خیلی خفن اینجوریه، اصلا ببین یه بارایی میزنه که من اصلا میخوام خودمو بدرم. ببین از این بعد دیگه هر کیو بگی من میرم گوش میدم دیگه، امتحان پس دادی. ببین یه گروهی هستن، کاش الان میتونستم واسه آهنگشون رو بذارم و ریاکشن تو میگرفتم، به اسم بچه های پاپا بویز، و اینا سمیترین آدم های روی زمینن. یه آهنگ داره کورسش اینه: فرمولا سی و نینه، فرمولا سی و نینه، من سیارم کارتونی. ببین اصلا یه چیز عجیبیه، بعد سیاسی برات میخونه با تم فانتزی، مثلا آهنگ اجتماع ولی داره میخندی، خیلی بالا. یا مثلا یه آهنگ دیگه دارن به اسم خودمم پشت عینکم، پشت عینکم و همه چی هم عادیه، مثلا اسم موزیکشونه، و انقدر اینا باحالن، یعنی برام بفرست اینا، خیلی عجیبه. چون من که آره. میرم جیم تازه، یا جیم دوتا کار میکنم، وقتی که دارم کاردیو میزنم ورس می نویسم، و وقتی که مثلا دارم کارهای وزنه و اینا انجام میدم خب دستم پره، مثلا یه سری پلیلیست هم رو اسپاتیفای پیدا کردم که همینجور مثلا جدیدا رو گوش بدم، چون هم کمکم میکنه که ببینم مارکت چه خبره، هم خب مثلا خوبا رو ببینم کیان، و هم که خیلی وقتا خب زبان فارسی که بچه توی ایران صحبت میکنن خیلی مهمه، مثلا برای اینکه بیانت آوت‌دیتد نشه، برای همین هر چی از اینا داری لطفاً من بده، چون پلیلیستا دیگه داره تکراری میشه خیلی. خب بذار یه بار از پاپا بویز بهت بگم ببینم ریاکشنت به این چیه. میگه که
آقا بیاید اینجا یکی رو تخت شاشیده، چرا نمک فلفل رو مبل متین تو کابینت. خیلی بچه‌اش سمیان واقعا عجیبه. چی علی اونجا دوست نداری باشی؟ به شدت مهنگی های خفنی دارن. ایوان حالا نظر داجه به اون باره چی بود؟ هر روز میکنم توی یه ملک جا از این عاشق وفادار فقط یه دار مونده به جا. بگم اشتباره؟ خیلی خفن. نه خیلی خفن. آقا ببین هم دارنش و هم ملکهش هم یعنی هم یعنی در واقع خیلی ایمیج سنگینه. حالا نمیشه گفت سیاسی ولی من فکر کنم مثلا لویی 16 هم و انقلاب خودمون و اینا میندازه و هم خیلی از عشقی هم تو ملکه منی و اون خود آخر من مردم پای این داستان. یعنی خیلی پهلوهای مختلف داره این جمله که خیلی باحاله. یعنی از همه ور یه سنسی داره که خیلی جمله‌های سخت. فقط ببین اون آخرش که میگه خودمو میگه صورت خودمو پوشوندم، صورتمو پوشوندم تا خودمو بیارم به جا. یعنی انقدر عوض شده طرف تو آینه خودش میبینه نمیشناستون. و آره من این موقعی که بار اول اینو شنیدم چون اتفاق واسه من افتاد دقیقاً مثلا این مسئله عشقی بود با خودت حرف زدیم میدونید دیگه شرایط من در جریان بودی و اینو که گوش دادم این چقدر منم بعد میخواستم بدرم خودمو. اصلا یه چیز عجیبی بود. من چیزایی که تاثیرگذار روت مثلا یا ما در دبی نشستم منو سپهر سپه بودیم که مثلا یه سری آهنگات هست مثلا میدونی اونی که میگیره تأثیر گذاره. مثلا یه پسره اومد مثلا عکس بگیره اینا بکنم 22 سالشون با تیمشون و مثلا بچه ها مسخره میکنن خود پسره مثلا موقع با آهنگ پسکی بودت من 20 بار مثلا بریک آپ کردم همون سیجد داغونم کردیم مثلا با آهنگ. یا مثلا اون لحظه اون طرف اون رو خیلی فهمیده مثلا اون لحظه که تو این آهنگ رو گوش دادی از من دقیقاً اون چیزی بوده که تو فکرت بوده و این چیزایی که تو ابد باهات میمونه میدونی. و اصلا آهنگایی که روح دارن و تجربه شخصیان همینه دیگه. یعنی اون یه نفر دیگه ای رو که همون تجربیات تو رو داشته رو قشنگ تاچ میکنه دیگه، تصویر رو قشنگ میکنه تو مخ. دقیقاً. و این آهنگای جالبی که دارن بعد از 5 سال میتونی جاج کنی موفقیت آهنگو. آره. چون مثلا یه آهنگ عاقلیه خب همه دارن هفته یه بار میرن مهمونی اوکی، یعنی اون آهنگ ممکن طرف اولین بار گوش داده خیلی جای خوبه ریلیشنشیپ بشه اصلا هیچ ارتباطی نداره ولی یک روزی تو اون 5 سال اون نقطه گوش کنه تمومه میدونی. اونجاست که آهنگت زرد مثلا ضربهش رو زده. یا مثلا یه سری آهنگ ها خیلی بامزه است. آهنگ 2 سال بود که ما با ماده اکتاب بود. آره حالا نمیدونم چه جوریه اکتاب ولی اون ما اسمشون اکتاب بود علی رفته بود. مثلا آهنگ همین قرصامو بدین 2 سال حاجی 6 ماه مثل خر داره پلی میخوره رو اسپاتیفای. یعنی الان رو اسپاتیفای من فکر کنم 4م 5م یا 6مه و این آهنگ خیلی وقت اومده. و مثلا من یه از دوست خانواده اون دبی بودم از ایران اومده بود مثلا اینو گوش میدیم چه آهنگ جدیده کیه مثلا. یا مثلا یه آهنگ دیگه بود میگه فقط یک بار ببینم روی تو اگر یک بار مال چیز بود مال مارتیک مثلا. اونم من تا جایی که میدونم آهنگ قبل از انقلاب بود یهو 6 سال پیش مثلا معروف شد خیلی هم. آخه ببین این سوشیال مدیا هم ها حالا مثلا یه بلاگری میاد یه تیک تاکری میاد بعد یه چالشی را میفته. خیلی مثلا آهنگ یکی از آهنگای ایکون بود الان اسمش یادم نیست و این مثلا مال 13 سال پیش بود دوباره ترند شد بعد 1 میلیارد ویو خورد میدونی مثلا سر 4 تا میگیره. آره یهو بعد مثلا یه آهنگ قرصا من مثلا موندم چجوری داره پلی میخوره تازه یا و هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا مثلا یکی برام گفتش که خیلی به شرایط ما مثلا شرایط من تو تهران خیلی حرام میاد مثلا یه وقت قرص نمیدونم حالا دیگه هر کی به کسی میگه دیگه خلاص. آره عجب دوستتون دارم میدونی کی هستین اصلا کلپس کردم هر کی یه کسی میگه آره. میدونی اگه من میخواستم به یه اسم تو رو صدا کنم یا مثلا ازم میپرسن نظر راجع به سیجل چیه چی میگم؟ جینیس جینیس. نه ولی واقعا میگم که متخصص کرینج بار. حالا چرا؟ چون تو میای کرینج ترین بارا رو به خوشگلی ترین نحو میدی به آدم. اصلا من فکر نمی کنم یعنی اگه یکی خودتو خلصه هم بعضی وقتا خوب این کارا رو میکنه. یعنی اگه کس دیگه به جز تو باشه من نمیتونم گوش کنم. یعنی همون که آهنگو میبندم. جینیس آقا وسط نخلا ما رفتیم دم سنگا داریم گریه میکنیم فلان و به ما یاد عشقت افتادی
حالا مثلا شاید هم تو اشتباه کرده بودی هر چیزی، یهو میای میگی تو رو با همه سگ ولیات. چرا؟ نه واخه بارش نکنه تو جزیره کجا یارو سگ ولی داشته با ببرا و شیرا با سگا ولی پریده ایهام داشته سوار فیل میشرف سگ ول دیگه. یا تو آهنگ ببخشید اینم بگم، تو آهنگ اسمش یادم رفت تو آلبومت بود وقتش نیست چی بود که توش میگفتی که میگذره این پریودی نشیم خونی؟ چرا واقعا خیلی با حاله این پریود تموم میشه نشیم خونی. حالا حاجی ولی سوگلیش لاین اولم تو آهنگ افسانه، حالا از مناده دان آهنگ افسانه سینگل اول، آهنگ سنگینه، یعنی پیمان توش داره از شاه دخت داره میگه دانیال داره یه ها قافیه رو شاه دخت رو با کون لخت قافیه کردی. ببین نه ولی تیکه اید یک جمله اولش یکی از خوشگلترین رایمای منه و بهت بگم اگه یک همین ورتر میگفتم میفته ماشین تو دره، ولی فکر میکنم اونم به سلامت به مقصد میرسه، ولی خیلی دوستش دارم. ولی خودت فکر نمیکنی بعضی جا این لفظا رو نگی آهنگ بیشتر میتره که؟ ببین من همیشه مثلا توی کورس نویسی هم فهم کنم حالا جینیس میگم شوخی دارم میکنم، ولی اون چیزه که واقعا یه کورسی یا یه چیزی آرت رو نابغه میکنه این که شما بتونی یه سری تیکی کلامایی رو یه سری کلماتی رو بگی که اصلا هیچ جوره مثلا به گوش همین جوری میگی میگی نه مثلا دارم میگم مثلا کورس بچه مهر رو نوشته بودم مثلا گفتم بچه مهر نوی من مثلا یادم یکی بچه ها رو هم کی بود گفت ببین کلمه بچه مهر یه جوری نیست تو کورس، گفتم نه تراست می. یا مثلا این مثلا هم تو بیام آرام بیا با سیگار صورتی کورس درست کنیم، خیلی کلمه ناهنجاریه. یا خیلی و من عاشق اینم که یک سری کلمات ناهنجار رو به صورت هنجار بیاری توی آهنگت و احساس میکنم که یک این که شنونده رو باعث میشه که یا کسی رپر دیگه باعث میشه که بتونه out of the box فکر بکنه. مثلا اگه ما بخوایم همش مثلا منم ورس نخلا اتفاقا یه ورس دیگه هم داشتم که خیلی باحال بود، مثلا گفتم عشقمون اولش دریاچه بود مثلا رفتی فلان شد میکنم رودخونه بود مثلا اینکه میرفت بیرون شب زودخونه بود مثلا عشقمون بود دریاچه میکردیم شبا چت. ولی خب مثلا اینکه خب هممون هم اینطوری میخونیم آهنگ مثلا سر طرف من خیلی خسته کننده میشه و من احساس میکنم هنر واقعی، هنری که من تو آرتیست های خارجی دنبالش بودم همیشه، نمیدونم از سکورسیزی تا نمیدونم حتی لئونارد کوهن که حالا همه حالا انگلیسی مردم نمیفهمن نمیدونن این چه دری وریه میو توپاک حاجی، یه سری کلمات رو با اینجوری که میگی خیلی واقعی تر میشه. من از نظر هنر اصلی اینه که شما همیشه بست بدی داستانو و اون یه سری چیزای واقعی هم تو آهنگت باشه. یعنی مثلا ما اگه مثلا تو نخلا همه می‌خواستیم از جزیره و گل و دریاچه خب میشه آهنگ سیاوش خانشی و آهنگ جزیره سیاوش خانشی و حس میکنم خیلی کار سختیه ولی وقتی میشه خیلی میشسته که تو کلمات عجیب میگم اینو نمیخوام بگم ولی دلم میخواد تو ریاکشنت اگه افسانه رو داری میری یه روز ببینم چی میگیرون پشمات میریزه رایمون. من خودم اصلا یه کاری کردی باید اصلا نمیشه اینو ریاکشن نرم یه ترکی آره گفتی دیگه چیز شدم برم ولی دقیقا اوج جایی که داری میگه اونه، یعنی توی آهنگ سنگین کسافت ترین ایمیج جهانو میدم اول. ببین از نظر خود من این خیلی آرته ها، ولی مثلا بعضی وقتا اینجوری هم نگاه میکنم که مثلا میگم بعضی جاها جاش نیست میدونی، ولی اونجایی هم که جاش نیست میگی مثلا تو نخلا به نظر من اگه اون نبود 3 میلیون ویو بیشتر میخورد میدونی مثلا این حالا چون خیلی یه سمتی ببخشی وسط حرفت مهراد یه سمتی میبرتت توی دنیای دیگه ای بعد تو یه سنگ رو بر میداری میزنی وسط حسه. ولی خب من این سنگ ها رو هم دارم میگم، اون داره سنگ یه چیز رو میگه من سنگ غیر جزیره ای دارم میگم و اینا و این داستان ها میدونیم با حالش اینه که هیچ وقت جوابش رو نمیدونی. مثلا یکی از بحث هایی که همیشه مثلا با خانواده یکی از اعضای خانواده که برام عزیزه داشتم مثلا همیشه موسی آشتارا فکر کردی اگه شما فوش کمتر میدنی پلیاتون بیشتر بود؟ جوابش که نمیدونم تا
تنها چیزی که میدونم اینه که ما فوش دادیم و امروز اینیم، یه جایی هستیم که تقریبا خیلی فاصله داریم با بخاطر 20 سال سابقه هم 20 سال خاطره ساختن. ما جایی که هستیم امروز میتونم بگم تو بزرگترین آرزو من نبود هیچ وقت، ولی با فوشه. حالا ای فوش نمیدادیم خدا میدونه. آیا تو جزیره، تو هم میگم جزیره، تو مثلا آیا نخلا بعد از 4 سال آیا مثلا همچین ورسی چاشنی داستانه انقدر عجیبه باعث میشه زودتر دیرتر خسته بشی ازش یا نه؟ آیا ممکنه کسی بعد از 2 ماه با اون ورسه خیلی حال کنه چون واقعیه یا نه؟ یه چیزهایی که جواب نداره. در نهایت به طور کلی میشه آقا گفت ما مسیری که رفتیم امون جایی هستیم که آرزومون بوده. حالا تو این مسیر چند تا چیز عوض میشد، بهتر بود نبود، جوابشو نمیدونی. آیا آرام اگه مثلا لهستان بزرگ شده بود امروز ریاکشن داشت و چنل یوتیوب موفقی داشت؟ 100% نه، ممکنم نه. یعنی یه چیزاییه که سلیقه‌ایه دیگه، یکی میگه آقا اینجوری خونده بودی ورس بهتر بود، ولی ممکنه با زمان شاید اونطوری نبود. چیزی که امروز من میدونم از از دیتا این که فکر کنم موفق ترین آهنگ سال بوده، یکی از واقعا موفق، شاید هم آره ندید تو الان تو این همین یکی دو ماه آره موفق ترینه. یه چیز دیگه هم که میخوام بگم، اینو هر جور چیز کردم هیچ کلمه نمیتونم پیدا کنم، ولی بیادبی نیست فنای سیجل اون زیر فوش خوار مادر به من ندید و فهم کنم من همه آدم حسابی انداداشتی خدا رو شکر و اینه که خودت و جی جی من حس میکنم که به شدت پر روید. اون پر رو به معنی بده بیادبه مثلا پاش جلو همه دراز میکنه، نه، اینجوری که انگار میدونید دارید چی کار میکنید. اون هیتا و اون اتفاقا، چون من یادم از قدیم که شما مثلا وقتی اومدین تو زد بازی مثلا اینجوری بودن که این دوتا عضو زد بازی نیستن، مثلا زد بازی اصیل 3 نفرن اینجوری هن. اومدین جلوتر زد بازی جدا شد، شما کنسرت میذاشین به اسم زد بازی، باز خیلی ها میومدن گفتن آقا زد بازی نیستن، با اینکه آقا خب به هر حال زد بازی یک کریری داشته که به هر حال نقش مهمی داشتین توش. برای مثال همون تابستون کوتاه خب پروژه شما دوتا بوده در اصل، درسته، و بعد اومده تو زد بازی. و دوباره سر این داستانا هم که شد، من یادم خودت هم خیلی فوش میخوردی، حالا شاید خودت هیچ کاری واقعا نکرده بودی و فلان و اینها، و این روه حالا اعتماد به نفس، این که میدونی کار چجوریه، چجوری ادامه میدی، میدونی؟ یعنی وقتی تو میبینی مثلا بهترین، شاید یکی از بهترین آهنگای تاریخ رپ فارسی از سازنداش خودت بودی و یه سری آدم دیگه هم اومدن روش کمک کردن که رفیقات بودن اینا، اونو خفن‌ترش کردن و اینها، یعنی به کار تو بالو پر بیشتری دادن تو اون داستان، و تو یهو میبینی این بیمهریه میشه، یا نه مثلا نشستی خودت ناراحتی این اتفاق افتاده، یهو یه حجم فوش میاد، چجوری اینا رو هندل میکنی؟ این بر این روحه که میگفتم منظورم همین بود، میدونی؟ یعنی یکی اینکه دمت گرم، فکر کنم یکی از کامپلیمنت های خیلی خوبی بود که من گرفتم برام عزیز حرفی که زدی، مرسی. و چیزی که هست اینه که یکی اینکه خب حالا من از طرف خودم صحبت میکنم، خیلی به کاری که میکنم مطمئن هستم و یه چیزی که شاید طول کشید ولی این بود که مثلا جایگاه خودم رو خودم بدونم و بدونم برای افرادی که مهم هستن تو عرصه کاری من اون جایگاه تعریف شده است. ببین مثلا من مثلا حرف من، بروی حرف من تو بین آرتیستا، حالا تیم خودمون یا نه، زیاده و رو من حسابی که میشه حساب بزرگیه. خب و من میدونم بچه ها حالا لطف دارن یا هرچی هست، ما جایگاهامون برای همدیگه خیلی مشخصه. مثلا چون یه سری از ما، حالا بهزاد سلطان انترتینمنت و سلطان استیجه و اصلا این بچه زاده شده برای انترتین کردن، جایگاهش مشخصه برام. من نمیخوام جایگاه اونو بگیرم، نه میخوام جایگاه منو بگیره، چون من تو این قویم و اون تو اون قویه. یا هر کدوم از ما، حالا حتی از بیای بیرونتر افراد که باهاشون کار میکنیم، گروه های دیگه، من یا برنامه گذارا، اینا من مشکلی با اون ندارم، ولی خب باید بگم واقعیتش هم اینه که اوایل داشتم، اوایل خیلی احساس میکردم که شاید اون کردیت که باید بگیرم و نمیگیرم یا هر چیزی، ولی خب بالاخره خود سیجل امروز به عنوان آرتیست هم ولی آرتیست تو چشی هست، یعنی یکم از اونش درست شد. ولی من هیچ وقت نمیام بیام جایی که خودم توش بهترین نیستم و بگیرم، و این خودش
من میگم به تمام رو گفتم پشت صحنه رو خیلی دوست دارم، از لحاظ اصلا جایی که توش خیلی احساس راحتی میکنم و اون خیلی برای من مهمه. یه چیزایی که مثلا بعضی وقتا بعد یه چیزی هم بگم که مثلا تیم ما با فوش بزرگ شده، یعنی مثلا من کامنت بعد و اینا فقط میخندم، مثلا خیلی سخته که یه کامنتی منو خیلی اذیت بکنه، چون مثلا ما همیشه گروه کانتروورشالی بودیم از اول، یه سری خیلی عاشق بم بودن، یه سری فقط فوش میدادن، هزار تا حاشیه داشتیم تو این 20 سال از همه چی بوده و مثلا فوشنه اذیت هم اصلا نمی کنه که هر پابلیسیتی خوب پابلیسیتیه، ولی مثلا بعضی وقتا چیزی که هست جایی که مثلا یه سری آدمایی که الان تریمون دارن مثلا میگن که کاش که مثلا آدم باهوشتری از اون بود، مثلا یه چه ریاکشن داشتن نگاه میکردم مثلا میگفتش که مثلا آروم سولوجر میگفت چه باحاله چه خفنه، تازه من همیشه فکر میکردم که سیجر دوست بچه های گروهشه و اینو رو حساب رفاقت میارن تو. خب این اصلا برای من چیزی نیست که من اذیت شم، یعنی من تو ذهن خودم خیلی اوکی هم با کسی که هستم و فکر میکنم خیلی باحاله، ولی میگم که مثلا این طرفی که امروز مثلا داره ریاکشن میره یا اینو میگه مثلا چقدر فکرشو باز نکرده که آقا اول از همه ما توی هرمی داریم موزیک کار میکنیم که دیگه زد بازی رأس هرمه، حالا کسان بگویید دو نفر دو نفر دیگه هم باشن، رأس هرم دو سه نفر بیشتر نیست، دو سه تا تیم بیشتر یا یه تیم، حتی تو رأس هرم بین خود ما هم بکش بکشه، یعنی تو فکر نکن تو آره اول کریر تا داداش تو هم بیا تو هم بیا بری تو رأس هرم که دیگه اصلا داستان این که تو رفیقمی بیا نداری، یعنی ما ها قدم زیاد بودیم که تو رفیق هم هستی نه، یا یعنی جنگ اون بالا، تو اصلا چقدر فکر کوچیکی داری، فکر کوچیک هم اشتباهه، چقدر همه چیزو باز نمیبینی که مثلا درست ببینی، رأس هرم بکش بکشه، اگه نفس نگشه زیر سخت خفه ای تموم شد و رفت، رأس هرم پول وسطه، رأس هرم برنامه گذار باید به همه آدم ها پول بده، هیچ چیزی تو روابط نیست رأس هرم، رأس هرم یه بازی حرفه‌ایه، آقا تو دو تا بازی گل نزدی بفرما ذخیره، اینا به من فشاری نمیاره، دلم برا مارکتمون میسوزه که چرا همچین کسی باید صحبت کنه راجع به این، میدونی منظورم چیه، یعنی دلم میخواد که امیدوارم اون طرف هم حرف من امروز بشنوه و فکرشو باز کنه، چون خوب بودن همه مهمه، ولی بعضی وقتا احساس میکنم که کلن تو مارکت ما خیلی همه چی بسته نگاه میشه بهش، همه چی کانسپیرسیه، همه چی از پیش تعیین شده است، هر کی موفقه نمیدونم یا پولدار بوده یا هر کی فلانه فلانه، این یکی معروفه چون این پلتفرم خواسته معروف کنه، هیچ وقت خیلی کمن آدمایی که میان امروز آرام کوکتل تیوی آرامه، آره یه جام شانسش زده، من مطمئنم یه جا تو زندگی یه کسی اومده یه اتفاقی افتاده، ولی هر چی داری تو از خودت داری، اگه ممکنه برای هزار نفر دیگه هم اون اپورتونیتی پیش میومد امروز آرام نبودن، و من دلم میخواد که یکم همه بازتر نگاه کنن، مثلا آقا اگه امروز سیجر داره ساسی رو میبینه ساکسسفول ترین پاپ خونه مارکت ما از لحاظ آهنگ رقصی، هر چی داره از خودش داره و تو کار خودش خیلی خفنه، یا آقا فلان کارگر فلان بازیگر، مثلا آقا فلان بازیگرشون فقط خوشگله معروفه، نه آدم خوشگل خیلیه تو ایران، چرا این یه خوشگل تونسته معروف شه، و احساس میکنم که خیلی وقتا مردم ما قبل نمیخوام بفهمن دلیل موفقیت کسی رو و بیشتر میخوان جاستیفای کنن و به خودشون توجیه کنن که این موفق شده حقش نبوده، شاید برای اینکه رو خودشون فکر بد نکنن، ولی من هر آدم موفقی میبینم، از کبابی، از آبگوشتی، از سرمونی، از آرام کوکتل تی وی، از ساسی، از هر کسی، اولین سوالی که از خودم میگم میگم چه کوالیتی هایی داشته که تونسته، و این باعث میشه خودم بهتر شم، چون منم هر روز تو پروسه یادگیریم، من خودم از هر بچه 17 ساله یاد میگیرم 25 ساله، تنها چیزی که بعضی وقتا اذیت هم میکنه طرز فکر مردمه، چون احساس میکنم که هیچ وقت اون ایرانی رو نخواهیم داشت که آرزومونه
تا اینکه خودمون از خودمون عوض بشیم. یعنی من احساس میکنم تا روزی که ما یه موومنت بسیار زیبای درست شد و تو اون موومنت شروع کردیم فقط هم دیگر رو زدن، هیچ بعدی نخواهد داشت. حتی آقا اصلا ایران بشه فرانسه نمیشه دیگه، دلیلی که نمیشه. من میگم که ما خوبه، خودم خیلی به خودم تازه دارم کار میکنم. آقا سعی کنیم بهتر باشیم، یاد بگیریم و موفقیت بقیه رو، چیزای درستش رو ببینیم. چرا طرف موفقه؟ چی شده که این داشته که کسی دیگه نداشته؟ مثلا خیلی میگن آقا تو رپ باید پولدار باشی. کدوم رپری بین همه معروف شده از پول؟ یک دونه من ندارم نمونهشو. یه رپری که بگیم آقا با پول معروف شده وجود نداره. حالا هنوز کامنت ها اگه منم پول داشتم رپر معروف میشدم. خب یه دونهشو به من بگو که از پول معروف شده. کی جی میگفت دیگه، میگفت یه خودکار بخر، مگه جوهر چندی؟ چنده؟ ولی میگم واقعا آقا مثلا همه میگن با پول ندارم معروف شدم. به خدا تنها چیزی که پول نمیخواد رپره. یعنی تنها چیزی که لازم داری بنویسی دیگه، میتونی یه مقدار پول جمع کنی بری. من این سشن که رفته بودم استودیو چند روز پیش، تو 3 تا ساعت 8 تا آهنگ ضبط کردم. خب بالاخره هر کسی دیگه، مگه واقعا ارزش بد باشه؟ ولی دیگه هر طبقه ای تو پول داری تو یه سال 3 ساعت استودیو بدی؟ نداری؟ داری دیگه. نمیگم حالا بیت گرون، آره، ولی همه چی رو احساس میکنم آدم ها باید زرفت میگه این نشد چون این بوده. یعنی احساس میکنم که یه توجیه درونی بیشتر تا اینکه از موفقیت بعد طرف مقابل خودتو بیاری بالا. ببین دقیقا همینه، این هم از این ورش درسته هم از اون ورش. یعنی خیلی از بچه ها فهم میکنن حالا چون ما موفق نشدیم فلانی زد، بهمانی زد، اونجا دلار رفت فلان. اینجا من خودم مثلا آدمی هم که دیدم دیگه، یعنی تو این یه مدت یه سری اتفاقا واسم افتاد، مثلا یهو خیلی ترکوندم، یهو غیب شدم، یهو میدونی مثلا جایگام بالا پایین شد فلان و اینها، و اینا رو خیلی مثلا حس کردم. مثلا من شاید از نامردی چند نفر ناراحت بودم و اونجا فهمیدم که آقا اینا نامردی کردن، اوکی تو نباید کارتو ول می‌کردی، نباید اعصابت خورد بود مثلا میگفتی آقا مثلا این دنیا دیگه جای زندگی نیست، میدونی؟ و اصلا. تو اگه ضرر می‌کنی تقصیر خودته، از اونورم اگه می‌بری باعث و بانیش خودتی. درسته یه کسایی دورت بودن، آب لازم داشتی یه آب بهت داده، یه باد لازم داشتی یه کم یه بادیت زده، یه کم بغلت کرده فلان، یه کم فلان چیزو چاشنی رو بهت اضافه کرده، این هست. باختم همونه، باختم فلانی یه سوزن مثلا شاید بهت زده، ولی تو باید انتخاب کنی که با این سوزنه من بترکم کلن یا نه فقط جای زخمش بمونه، میدونی؟ و اینو واقعا همه دارن. یعنی خیلی اینجوری آخه من چیکار کنم موفق شه؟ بعد موفق شم شایم تو انگش میگفت طرف دوست داره میخوابه تا لنگ زور و دوست داره دستش کنه تو کلاش کفتر داره. آقا همچین چیزی نیست و اینو خیلی خوب گفتی. من اینجوری هم که آقا چرا اکثر ایرانی ها مردا خیلی ها واقعا اینجوری هن. یعنی من خیلی ها رو دیدم، حالا شاید من یه جامعه آماری درست ندارم، نرفتم 80 میلیون، ولی زیاد دیدم حالا تو شبکه‌های اجتماعی یا رفیقام اینا، مردا دوست دارن برن تو خیابون پول پیدا کنن بذارن تو بانک سودشو بخورن یا ارسی بهشون برسه، ارسی. دختر رو دنبال اینن یه شاهزاده با اسب سفید بیاد بگه عزیزم چی میخوای این پول؟ چرا؟ چرا آرزوان؟ خب معلومه وقتی آرزوان این باشه اون که موفقه، یکی یه جا پول پیدا کرده، اونی هم که مثلا چیزه میدونی اینجوری. بعد آخه بعدیش هم این شده که خب یه رژیم بدی هم هست که خب آقا بد خیلی... میگی توهین به کلمه بده. نه این معنی که بعدی خب خیلی هم این تقصیر رو انداختن و حتی آسان‌تر هم کرده. آره. یعنی منظورم اینه که دیگه الان هر اتفاقی هم بیفته میگه کثافت ایران کوفتی وضع، یعنی یه دونه به قول تو بهونه خیلی بزرگی هم داده که واقعا این بهونه درسته، ولی باعث نمیشه که ما هیچ وقت دنباله. مثلا من آقا باید برمیکردم میرفتم اوایل مثلا اتفاقاتی که افتاده اینطوری بود، همونطور که مثلا تو الان گفتی من اوایل کریرم که اول من و عیزه که جدا شروع کردیم، ما هستیم که بعضی بازی اومدیم مثلا تا چند سال همین حرف 3 و 5 و فلان و اینا رو خیلی میزدن، ولی خودت مطمئنی و با زمان بقیه میفهمن ارزش تو و اینکه همیشه آقا دنبال اون چیز درست باشی. مثلا اوکی من حالم 6 ماه پیش میام، من تو 2 هفته یعنی بهت بگم 7 وعده کثافت میخورم، مثلا دیپرشنه، مثلا آدمی نیستم که تو کلن آدمی هستم که هفته یه روز دیپرسم.
خب این فهم کنم خیلی آرتیست هایی مثلا آدمی نیستن که دیپرشن مزمن دارم دو هفته ایچ هم مثلا من دو هفته دیپرشن مزمن داشتم، نه حرف میزدم نه هیچی، ولی خب باز بیام تقصیر رو بندازم این که اونو گفت اینطوری شد مردم نمیفهمن همشون فلانن، نه چیکار میتونم امروز بکنم همه اینو بیارم روی چیز مثبت. و جالب اینه که مردم هم بعد باید همراه میشن، چون مردم هم میبینن این پازیتیویتی و این انرژی رو. ولی حالا داریم از بحث اصلی هم دور میشیم. واقعیت داستانی که من همیشه سعی میکنم خیلی کلیر ببینم، خیلی واضح ببینم خودمو، درگیر یه سری حواشی نکنم. میگم مثلا الان سهراب رو مثال زدی، آره من سهراب مثلا حرف میزنم اوکیه، ولی اگه یه لحظه موقع یه چیزی خواسته من تیکه بندازی نوش جونت. من خودم هزار بار صبح پا شدن با هم تو دلم مثلا فوش دادن بچه بودم، یا حسه. اگه بخوایم ما حسامون رو سانسور کنیم که ریدم تو اون رپ، ریدم تو اون هنر، ما زنده ایم که اون حس اون لحظه میتونه آهنگ شه. حالا یه سری چیزا رو بعدا میگم آقا خیلی تو ماچه نمیام، ولی واقعیت داستان که من همیشه میرم جلو تا جایی که جون دارم، جان در بدن دارم، میرم جلو. و خیلی هم خوشحالم و ممنونم هم از همتیمی ها که امروز این چیزو، یعنی همه دارم، هم کارام که میشه بقیه که حالا تیم دایرکتر نیستم، و مردم. امروز حس میکنم که من این 20 سال خیلی شاید آروم و با شیب کم رفتم، ولی خیلی محکم رفتم، یعنی با آسانسور نرفتم. یعنی من فکر کنم اگه بخوام خیلی هم برگردم عقب دو قدم مثلا اتفاق بیفته میام عقب، یعنی اینطوری نیست که با آسانسور رفتم با کون میام پایین، ولی خیلی با صبر، خیلی با فکر، بدون احساسات و یاد گرفتن. مثلا آره اون فوشی که من شاید تو اونش کنسرت دادم، تصمیم همی شد که دیگه آقا سیاه مست نرو بارا استیج. مثلا صبح دیگه پا نشدم یا وای چه آقا شد شد اشتباه بود اوکی. عذرخواهی کردی برای اون فوشه؟ یه چیز بامزه، یه چیز چیزی هم که نبود. حالا آخه فوشش هم که چیز دایرکت نبود، من همینجوری یه چیزی گفتم. وا با شق اسم طرف اوورد داد زدی. آقا ویدیوش هم بذارم، ویدیو اغلطه. ولی میگم از اون من مثلا هر اشتباه و گنگی هم که بالا میاری، ببین زندگی یه دونه است، عمر یه دونه است، برو براش سعی کن که اون کارو دیگه نکنی. من اگه سیامست نمیام رو استیج، سیامست سوشال میدیا نمیام، ولی حالا بخوام یه سالم غبطه بخورم وای همه چی نه آجی یه جا گرم زدی زدی دیگه، ببخشید چیکار کنی دستمالو بردار برو جلو برو دیگه. آقا گفتی اون موقع که با چیز میخوندیم با جی جی، دو تا آهنگتون اومد تو ذهنم، یه دونه آهنگ با بد کسی شوخی کردی، با بد کسی شوخی کردی جی جی، یه بار شوخی کردی خودت میدونی میدونی چی گفتی، خودت میدونی کی گفتی گفتی. یه جاش جی جی میگه خواهرای جندت از بس دادن مثل درهای کلیسا رو هر کس باز. حاجی خیلی این جمله خفنه، بمبه، خیلی بمبه. چه بلی بعد آخه معنیش هم اینه که از سر، یعنی صدقه سری، یعنی خیریه، آدم خوشقلبیم میدونی، یعنی در عین حالم خیلی آدم های درستی هم، فقط کمک میکنن دیگه به همه، ولی خیلی جمله معنیزیه واقعا. به نظر من یکی از، با اینکه خیلی هم قدیمیه، نمیدونم فکر کنم مال 81 که من درست نمیدونم تایمشو، ولی واقعا یکی از بهترین پانچای رپ فارسیه، یعنی این خواهرای از بس خانه. یه دونه ولی من هیچ وقت نمیفهمم اینو، تو آهنگ سوسولا اونجا که میگه از سیجل گرفتم ایت زوات من، چرا؟ ببین یه سبک رپه که من هنوزم خیلی دوست دارم، مثلا من همیشه این داستان شوخی، مثلا یه چیزی که من آقا همیشه تو خودم و تو تیم هفت نفرمون عاشقشم، جدی ترین آهنگا انقدر کس میگیم، انقدر میرینیم به هم، انقدر میخندیم، نمیدونم، یعنی اصلا کلا من به نظرم تو لحظه‌ای که تو آرتت خیلی جدی شی، طنز یادت بره ریدی، یعنی من احساس میکنم که اصلا اوج جدی بودم، مثلا آهنگ باز دوباره زاده میشم بعدا مثلا یه کارش خندم میگرفت، یا مثلا یه سری رایمای احمقانه رو بشم بزنیم اینم بگم میخندیم،
یعنی هیچ چیزی در نهایت اون جدی نی. زنده بودن ما یه چیز شوخیه آجی. از یه جا اومدیم که یادمون نیست، از یه سوراخی اومدیم بیرون دیدیم نور رو زدیم زیر گریه لخت و خونی، آخرش هم مثل پشکل حالا داریم میمیریم. من از کنم گوری هم داریم. The whole thing is a joke. همش جوکه. یعنی اصلا تو واقعا بخوای، حافظ میگه سخت میگیر جهان بر مردمان سخت میگیر، کلن کس و شره. یعنی وجود من و تو حرفمون کس و شره. همونطوری که وودی آلن میگه، میگه اگه چیزی هم بخوره زمین نابوچه، اصلا شکسپیر سگه کیه؟ مثلا آدمی نباشه. یعنی کلن که تو کس و شره داریم به زندگی میکنیم و کس و شره خنده همیشه خیلی برام مهمه. حالا برگرم به سخنت و صحبتت. یه گروهی بود که ما یکی بعد ما با M&M بزرگ شدیم. M&M که اگر کسی انگلیسیش خوب باشه چیزایی که اصلا دیگه آها بعد میخوام برسم به D12 و این که اون لحظه یادم عیزا خیلی عاشق بیزار بود، یه کرکتری بود که میگفتش میگه well, my grandmother sucked my dick and I didn't come. آره. بچه میگفت میگه اصلا تو اون فاز بودیم. بعد آجی تو خونهمون نشسته بودیم، میگم من تو آهنگ من چتم چتم اینجا تو میگم از استخ میشاشم برای اینکه صدایی مثلا سر میره میششم تو استخ چتم بازم مثلا میرفتم مثلا ماه سینی هم بودم هر آن سینی هست مایکه رو میبردم تو توالت مثلا که صدا شاش بیاد، صدا نبود اون مایکه مثلا در اون کانتکست اگه بگیری من علیزا دوتا بچه 18 ساله داریم واسه خودمون رپ میخونیم، مست کردیم، داریم بیزار گوش میدیم، M&M رو میفهمیم. یه مشکل بزرگ ما ایرانی ها اینه که خب مثلا طرف عاشق M&M سه کلمه انگلیسی بلد نیست، فقط فلو رو میبینه. تو اون کانتکست بودیم میفهمیدیم. خیلی اون لحظه به نظر ما چیز خنده داری در اومد. تازه یه آهنگی که داریم بدتره، اون خدا رو شکر اصلا پخش نشده هیچ وقت. یعنی اینا دو بار نفرم. گفتی تو دوتا مصاحبه، من اینو خیلی دوست، من که همه آهنگاری شنیدم اینو برام نمیفرستی. خودم ندارم جدی خودم بده. ولی میگم تو اون رو کلاخ سیاه نم کلاخ سیاه گرفتم مثلا از سیجن تو خنده استی برای شاید جوکت آقا مثلا یه جام جوکت خنده دار نبوده دیگه چی گوی باید نه کلاخ سیاه هست مثلا یه هنگ دیگه بود. ولی مثلا میگم مثلا به بیزار بگی ما اون بزرگت خورده نیمدی چه هر چیانی چی هست کس کس آخه واضح نمیاد یعنی خیلی مشکل نه واضح نه آجی مامان بزرگی میدونم دندون نداره ولی باز نه اصلا آدم ولی شنجه نه حرف نزنی بهتره ولی حرفش میک سنس میکنه اون اتفاق نمیفته نه اصلا کسی آدم میگیره اصلا کسات من برای که بچه بود و آجی ما 18 سالمون بود بهت بگم اورکات تازه اومده بود. یعنی مثلا من یه لحظه کامپیوتر خونم یادم خارپسته HP 15 دقیقه طول میکشید بیاد بالا میدونی یعنی اصلا ویندوز 95 و 98 آخ عاشق اینم که میگه تو که اینو گفتی تو که اینقدر میخوام میگم دود برو انگلیسی یاد بگیر قبل از اینکه ما رو مسخره بابا خب هنوزم میگن از اینا خیلی اصلا به نظر من رپ فارسی از لحاظ تکسی بیس هیچ میزنه رپ آمریکا رو علاوز معنایی که دارن اکثرا. خوبه من به نظرم رپ فارسی خیلی خفنه از لحاظ تکست، از لحاظ معنی، از لحاظ فلو، از خیلی جلوه به نظرم. میگم تنها چیزی که موزیک رپ ما کم داره امروز و من نمیدونم چرا بچه ها بهش توجه نمی کنن و واقعا برای خودتون دارم میگم، یادتون نره سکیل رپتون رو تو آهنگ خوب بیارین و برای این کار احتیاج داریم به کسایی که براتون آهنگ درست میکنن. و آهنگ درست کردن بیت درست کردن نیست، آهنگ درست کردن بیت درست انتخاب کردنه، آهنگ درست موضوع درسته، آهنگ درست کورس خفنه، آهنگ درست چاکچر کردن طوری که درسته، آهنگ درست آهنگ بشه ریپیت گوش کرد. اینا همونقدر مهمه که سکیل رپتون مهمه و تا این نشه احساس میکنم آمریکایی‌ها رپشون ضعیف‌تره. آهنگ بیشتر دارن، آهنگی که پلیه میدونی. اینو من نمیدونم چه اصراری دارن، شاید هم اونا درست میگن چون من این چیزی نمیبینم. ولی خب امروز که میرم این ور اونور احساس میکنم که خیلی حیفه، چون دوست ندارم یه سری از این رپر رو بعد از 4 سال بگن ما کنسرت نداشتیم خدافظی کنن با رپ. مثل خیلی رپرام که الان کردن
خیلی رپرهای قوی بودن، به دلیل عدم آهنگ داشتن و به دلیل کنسرت‌های خالی دیگه ادامه نمیدن. و تنها کاری که اینا اون زمان بعد میکردن اینه که میفهمیدن که یه تیم درست آهنگ لازم داره، نه رپ خوب یا بیت خوب. رپ خوب و بیت خوب پارتی از یه آهنگ خوبه، همش نیست. آقا عادت دارید کارت هتل بقیه رو وقتی تو جکوزیان ببری با خودت بری یه جا دیگه؟ اینو گفته یزیدشم. یعنی اینو من هیچ جوره گردن نمیگیرم. بذار تعریف کنم واسه بچه هایی که نمیدونن. کنسرت آلمان بوده و جکوزی بودن بچه ها با هم و سوئد بوده. حالا خیلی یادش نمیاد، به زور همینم ازش کشیدیم بیرون. ولی مثل اینکه بعد کنسرت سوئد توی جکوزی بودن و کارت به ازالیتو دست سهراب و حالا سیجل بوده، اینا با هم گذاشتن رفتن بنده خدا با حله 25 دقیقه جلو در وایستاده بوده و سرما خورده. خب ببین بحثی داره چجوری داستان نگاه میکنیم. کلن بهزاد خیلی دوست داره سپا و سونا، یعنی اصلا یه عشق خارق‌العاده‌ای داره و مثلا روزای کنسرت و اینا خیلی دوست داره برسه خودش رو همه چیش درست و بلنس و اینا. رو مثلا من و شنان دوتا بچه دیگه وحشی تریم کلن. ولی حالا ما رفتیم سپا و عجب سپایی هم هست، یعنی پشمای من ریخته بود، اصلا چیز عجب غریب بود. یه هتل خیلی هم معمولی ها، من چطوری بالاش همچین چیزی که صافت خفنی بود. حالا بیاییم سپا، سهراب هم بعدش نمیاد. ما رفتیم بعد من سونا بعد از دو دقیقه اصلا این کلاستروفابی که اصلا حال هم بد میشه، اصلا من کلا آرام و قرار ندارم وقتی که سوبرم، مثلا نمیتونم، دیوونه میشن. مثلا من هی دو سه دقیقه میشینم و میرم بعد دونه دونه بعد چون میام بس من رفتم سهراب اومد و بذار من میمونم. ما هم رفتیم و اینا و گفتم سهراب بدیم این کارتشو به خانومه که اینجا رسپشن و اینا. نه دیگه داره حتما کارت، یه چیز اینجوری شد. خلاص آقا ما رفتیم رفتیم با این فکری که اینا یه کارت اضافی داره یا میگیره از همونجا، نمیدونم چی شد. نگو این اتفاقا نبوده بود، این با حوله واسطاده از دیگه خوش به حال تمام اون بچه که مهمونان هتل بودن دیگه، وزیلی و خیلی سکسی و حوله دیدن به مدت زیاد. ولی بعد بکنم رفت اتاق با کی بودی اون برنامه علیرضا بود کی بود، بکنم رفت اونجا که بعد ها بعد منم دارم میفرستم که یکی بیاد این ور نمیداره رو من و منم اصلا خود که تو چرا ور نمیداری من کارتم رو بیارم. منم بگم یزی تلفن من تو اون اتاقی تو کلیدش رو بردی چجوری برات بردارم. این من رفتم رسپشن بعد یه سری حرکت کنم هیز اینو میگیرم بیشرف ور نمیداره که آقا من کجا بیارم کارتتو بدم. بعد گفت فلان فلان شده ندارم تلفن. خلاصه بالاخره گیرش آوردم. داستان عجیب بود آقا. آقا با عرفان فالو بک و این داستانشو داشتی کردین؟ موزیکی چیزی چجوری روابط؟ ببین واقعیت داستان اینه که حالا یه سری اتفاقایی افتاد همه اینها و اصلا شما خیلی با هم دوست بودین ولی اصلا اون موقع آنفالو کردن هم پشمام ریخت و چیزی بود که من حالا هر چی باشه یه موقعی از لازم هنری دوری از یه کسی یه موقعی نزدیکی اوناشو کاری ندارم، ولی شخص سیاوش و شخص عرفان ما دبی چندین سال توی یه شهر بودیم و دوستی قدیمی داشتیم و من احساس میکنم که شاید اشتباه بود که حالا دوستی تحت شعای یه سری اتفاقات موزیکی یا اتفاقات گروهی که شاید حالا خیلی هم به شخص برنمیگشت، اون دوستی بین دو فرد مثلا خدشه‌دار بشه و میام سعی شد که این اشتباه ریکتیفای بشه و من خیلی از این داستان خوشحالم چون هرچی باشه میدونی عرفان سالهاست باهاش دوستم و من از شخص عرفان جز عشق و خوبی چیزی ندیدم و بالاخره اونم توی تیمیه، منم توی تیم بودم و تیم ها میتونن یه اتفاقاتی رو منجر بشن که بین دو نفری که حالا خیلی با هم خوب بودنم و شاید این اجازه داده شد که اون رو هم خراب کنه
که من یه جا به خودم گفتم که اصلا همچین اتفاقی دوست ندارم بیفته، هرچی هم بوده اشتباه بوده و خوشحالم احساس میکنم عرفانم همچین فکری داشت. و یعنی تو پاپیش گذاشتی؟ خودت پاپیش گذاشتی؟ ببین چیزی که بود فهم کنم که بعد از شرایط، چون خیلی بازیش سخت بود برای من و فهم کنم حتی عرفان، چون تا جایی که یادمه خیلی از کسای دیگه شروع شد چیزا و خود ما نبودیم، حالا بگو رپ گیم حالا هر چی اینها، ولی فکر میکنم که بعد دیگه یه جا داستان اینطوری شد که مثلا گروه به گروه زدن، یا خیلی گروه به گروه بود دیگه، یکم مثلا خیلی هم سخته دیگه، یه سری خط میکشی بعد یه انقدر بعد یه جای رد میشه خطه دیگه، خود خط خودت هم گم میشه. ولی این سری آره، یعنی من فکر کردم که اونورم از دفعه اونورشم خودم پا پیش گذاشته بودم و احساس میکنم که کار درستی نبود و اصلا نباید قاطی بشه روابط شخصی با کسی و روابطی که حالا هر چیز دیگه بوده، از اونور خودم پا پیش گذاشته بودم، از اینورم خودم پا پیش گذاشتم، چون فکر میکنم که چون اونم خودم بودم اولش، من باید اول می اومدم و خوشحالم که عرفانم مثل همیشه خیلی چیزه. و یه چیز دیگه هم که میخوام راجع به عرفان بگم، جزء آرتیست ها خیلی سعی کردن تو اتفاق، متاسفانه خیلی سعی کردن اتفاقات که افتاد بعد از فوت مهسا، خیلی به قول معروف وقت حساب و چی میگن به تصویر حساب بود، آره مشکل شخصیاشون اینجا یادشون افتاد، آره ماکشن، حالا حتی نه رپرها، از فلان بازیگر که داشت فلان کارگردان رو میزد، از فلان یعنی اصلا شروع شد فلان بازیکن تیم ملی سابق کل تیم ملی رو بزنه، یعنی اصلا یه جایی رسید که دیگه بیشتر داستانش شد که همو بکوبیم همه بریزن و خیلی هم تو رپ از تیم ما، از اسم ما، از بازی آب گلالود ماهی کشیدن. واقعا باید بگم یکی از تنها آرتیستایی که یک هدف داشت و هیچ وقت خودش رو کثیف نکرد با بازی های دیگه، با اینکه فرصتش رو داشت، بهترین فرصت رو داشت و همیشه روی خط فکریش موند، روی آزادی ایران موند، روی موومنت موند، عرفان بود که فکر میکنم واقعا نشون داد که چقدر تو فکرش و مسیری که داره میره بزرگ داره میبینه، ایران درست رو داره میبینه و خودش سمبل اون ایرانی بود که میتونست ایرانی که هست که میخواد باشه، یعنی واقعا موقعیتش رو داشت از همه جا از آب گلاب ماهی بکشه، هیچ وقت خودش رو درگیر نکرد و واقعا این به نظر من کار بزرگی بود. دمت گرم، این که خودت داری الان این حرفا رو میزنی، حالا درسته با هم رفاقت داشتید ولی حالا درگیری تیم اینا داشتید، اینم خودش خیلی بزرگی میخواد. و عرفان هم من خودم یه بار نزدیک دیدمش، حالم خیلی بد بود، خیلی انرژی عجیبی داشت، اصلا انرژی گرفتم شدید. و اینو میخواستم الان یه کلاس درس برای بچه‌های نسل چهاری که با هم دعواتون میشه، حالا تا دیروز داداشی بودید بعد پا میشید چت و شماره دوست دختر هم و اینا اونو پخش میکنید یاد بگیرید. حالا کافیه بگیم که آقا چرا وایس پخش کردی؟ میگن فلانی وایس پخش کرده بود. چرا فوش مادر دادی؟ فلانی اون موقع خب بیا یاد بگیر. اینو چرا یاد نمیگیری؟ که رفاقت جای خودش دشمنم شدی تو آهنگ. میدونی؟ دیدی وایس پخش میکنن، چت پخش میکنن. ببین من چیزایی که تازگی میبینم پشمم داره میریزه. یعنی اصلا بعضی وقتا میگم که بعد ببین تو هر چی شخصی تر میکنی همونقدرم بدتر میتونی بخوری. دقیقا. و مثلا میگم من یه چیزی که حالا سامان مثلا همیشه آره خوبه، خوبی ها رو باید گفت چیز رو، یعنی وقتی نکاتی که ناراحتی ها میگم خوبی ها رو، سامان کسیه که تقریبا هیچ وقت با هر کی دعوا شده جز فکتی که همه میدونن چیزی رو زیاد نمیگه. مثلا شما رپ کسی داری گوش میدیم اینه تخمیه صدات بده، یا حتی روی یه چیزایی که همه میدونن، خب اینا به نظر من تو بزنی یا نظرت رو روی چیزی بگی، مثلا آقا مثلا آرام مثلا رنگ موت معلومه، حالا من مثلا بیام توی دیس بیام میگم تو چی میگی با مو قرمز فلانت، یا مثلا سی جر صدای من همه میشناسن تو چی میگی با این صدا مثلا ای دوست نداری، یه چیزایی که تو یه سری داده هست که تو نظر خود راجع به داده میگی، یه سری چیز نگا نه دارم آرام صحبت میکنم حالا خود نفرش اول زدی، مثلا یه داستان شخصی تو برام تعریف می‌کنی، من دشمن خونی تو هم بشم که نمیام اونو بگم، یعنی اصلا
دو تا مقوله مختلفه، میدونی من ممکنه از هدفونت بزنم، از برنامه‌ات بزنم، از رنگ موت بزنم، از هیچ چیزی رو بزنم، تیپ و استایل و لهجه و همه اینا هست، یعنی اینا همه دارن، حالا من اینشو پیک میکنم، ولی این که دیگه چیزای شخصی و اینا یه چیز خیلی زشته که خدایی من تو مارکتای دیگه هم اونقدر ندیدم، خیلی خاله بازیه. خاله بازی زیاد. خب آقا اینجا اینا رو گفتیم، یه نقد از من بکن، حالا چون میدونم مثلا دیدی منو چند بار و اینا، یه نقدی از من بکن ولی با بدترین زبون، یعنی با بدترین نوع حرف. به نظر کوکتل تیوی یا مثلا شخصیت من کجاش بده، چه چیز مزخرفی داره، اونو با یه زبون بد بمون. من اگه بخوام یکی اول به خودت میگم، یکم کلن به ریاکشنی ها میگم، اولش اینکه احساس میکنم بعد تازگی ها خیلی بهتر شده، ولی خیلی وقتا احساسی هستی و به نظر من اون خوب نیست. به نظر من یه چیزی که نقد من هست، معلومات عمومی نمیشه گفت، ولی یه سری چیزا هست که مثلا من همیشه هی داکیومنتری میبینم، همه چی میبینم، حتی چیزی که دوست ندارم و نگاه میکنم که بیشتر و بیشتر بدونم و احساس میکنم مثلا اینکه تو جایگاه تو شاید مثلا خیلی بیشتر باید برسای من رو باره اول بفهمه، احساس میکنم خیلی سخت میگی یو مثلا، حالا اونقدر مثلا یو وسط ورست میگی وگیو، بعد آهنگه به یه چیز دیگه، من این کسی ذهنم برستم، بعضی وقتا میدونم چی گفتی یعنی کلمه رو میدونم، ولی چون انتظارش ندارم اونجا بشنوم میگه یه چیز دیگه گفته، کلپس میشم، میدونی مثلا اینجوری هم آقا چرا اینجا مثلا وگیو مثلا اینجا چی، میدونی بعد مثلا میفهمم که اوکی اینجوری بود. میخوای یه چیزی کنم، بعضی وقتا که من میفهمم آهنگ تخمیه اونجاست که اینطوری میکنیم، یعنی آره یه سری کسچر پشت هم داره میگه فقط این فیلز نایدی بذاری چی شه نشده. ولی کلن بگیم مثلا من حرفی هم که میزنم مثلا تو مثلا فکرم چند یکی دو نفر یه خب تاپ مارکتینگ تو این کار، و خب همونقدی که تو میگی ما از زد بازی انتظار داشتیم، هرچی بزرگتر میشه انتظارات هم میشه نمیشه، ولی کلن من یه دونه خورده ای که بری اکشنی ها میخوام بگیرم اینه که فکر بازتر باشه، و من خیلی کم پیش اومده مثلا ببین، چون من خیلی روش فکر کردم ریاکشن کانتنت اصلی چیه، کانتنت اصلی دیسه، یه جمله که وای این اینو به اون گفت، این آره کانتنت یوتیوبه درسته، ولی من خیلی کم پیش اومده که مثلا آهنگایی که مگاهیت هم مثلا تو لنگویج ما مثلا زنگ میزنن سپر میگه سلامی مگاهه، نه مگاهیت مثلا آهنگایی مثل بچه محله، مثل تابستون کوتاه هست، مثل سیگار صورتی، مثل بیزنس، مثل فرش، مثل بالانس، مثل نخلاه، اینا آهنگای مگاهیت هم. خب و من خیلی کم دیدم تو ریاکشن وقتی یکی موزیک خوب گوش میده بگه این مگاهیته، چون به انقدر توجه شما را توه فقط تکسته، یعنی شما همون اشتباهی دارین میکنین که رپرهای امروز دارن میکنن، فقط میان به یه سری تشبیه و واجارایی و تیکه به این و این منظورشون انقدر توجه میکنین که من خیلی کم دیدم مثلا آقا یکی مثلا آهنگ فرش رو گوش داده باشه بگه این میگاد، چون انقدر گممون میشین اون فاصلتون رو از دست میدین به عنوان کریتیک، و موزیک یادتون میره، استراکچر بندی یادتون میره، یادتون میره که اصلا موضوع چیه، چیزش جدید بوده، مثلا چقدر فیوف حس میکنی آهنگو، همه اینا رو یادتون میره، و خیلی آهنگایی که اصلا آهنگایی نیستن که یه هفته بشه گوش داد، چون تکستش هی تیکه میندازه، هی تشبیه میکنه، وای چی کار داره میکنه، داره میکشه. و خیلی مهمه که آقا ریاکشن شما راجع به موزیک هیپ هاپ یا ریاکشن شما راجع به یه ورس رپره، و ورس اون رپر دیس دو روز بیشتر نمیتونی گوش بدی، ولی یه تیکه مثلا آقا مثلا میام حس میکنیم سکسی شدیم 30 سال خواهد موند اون تیکه، و دوست دارم که یکم یه روز ببینم آقا این مثلا ماها خودمون معمولا 70-80% وقتا میدونیم چه آهنگی رو هگو مگاهیته، یعنی ممکنه 20-30% خراب کردیم، اما هم دیگه که حالا دیگه ماشین نیستیم که هی دلم میخواد آقا یه ریاکت میبینم یارو بگه این مگاهه و بشه مگاه، و یکم آخه ببین تو خودت میدونی من پشت صحنه میگم میشه، مثلا من خودم آرتیستا رو مثلا خودت الان تو مصاحبه هم گفتی،
ولی وقتی که مثلا من واقعا میفهمم، یعنی من یا آهنگ گوش میدم میگم این میترکونه، ولی شاید آهنگ نباشه که من دوباره گوش کنم. ولی تو وقتی داری ریاکشن میکنی، ببین تو باید حواست باشه. بعد اولا فرست ریاکت، مثلا من خودم 90% فرست ریاکت، خیلی هم سخته فرست ریاکت. ببین نشستم، بعد حواسم به دوربین باشه، حواسم به این باشه عقب جلو نشه، صدا بالا پایین نباشه، اگه موزیک ویدیوه بعد هم موزیک ویدیو رو ببینم هم شعر رو گوش کنم. بعد میدونی خودت دیدی مثلا بار اول موزیک گوش میدی شاید بک وکالا رو خیلی ها رو نفهمی یا بعضی از مفهوم ها رو نفهمی، مثلا سه بار از اول گوش میدی تازه میفهمی. من سپر خودم ورسش رو بار دوم سوم میفهمم خودم. مثلا خودی سپر خلصی یه ریاکت کلیمانجارو من فرست ریاکت رفتم. بعد خیلی مهمه که تو اون موقع ذهنیت چجوریه. من اون روز خیلی آماده بودم، بهترین ریاکشن کل دوران منم اونه که حتی یه سری چیزا درآوردم از آهنگش که خود سیجل مثلا با ددان نشسته میگه پشمان چجوری فهمیده. من خودم هم این میدونی هم اون مهمه که مثلا باید فرش باشی فلان، بعد حواست باشه هر 15 ثانیه باید پاز بزنی. چرا؟ چون کپی رایت میخوری. میدونی یعنی من دارم اینجا نگاه میکنم، آره به ساعته دارم نگاه میکنم اصلا این چه شد 15 پاز بزنم، بعد حالا خب چی بعد میگفتم اصلا. میدونی این خیلی اذیت میکنه. ولی مثلا میری تو آره میفهمی آره. ولی حالا اگه بخوای قرار بشه مثلا اگه از من فرست ریاکت نخوان مردم، من برم 5 بار آهنگو گوش کنم بیام، میدونی زیرو بمشو بهت میگم. این همکارات این کارو میکنن. خیلی ها من میدونم که فرست ریاکتشون نیست. بابا مثلا یه داستان بود آهنگ نمیدونم اون بعد دیده باشیم اون ویدیو منه که سهراب ام جی میگه که یوز ایرانم و اینا سگ لندنن، من گوز میشنوم اینو فرست ریاکته خب، و میگم اینو تو ویدیو و برداشتم هم اینو که این داره میگه گوز. چرا میگه گوز؟ میگه آقا من هیچ چیه ایران نیستم، بهتر از اینه که سگ لندن باشم. میدونی اون اگه اون کلمه رو میگفت این برداشت منطقی بود دیگه. بعد آقا دیدم بعضی از بچه‌ها اونا هم گوز شنیده بودن، چون دیلیوری اونجا یه جوری بود که تو اینو گوز میشنیدی. گوز میشنیدی. اینا رفته بودن حتی یه بار دیگه ضبط کرده بودن روی تیکشو. میدونی مثلا آقا تو ادیت فهمیدن آقا این گوز نبود یوز بود. من تو ادیت فهمیدم یوزه ولی گذاشتم تو فرست ریاکت هم بود. اونو میفهمم مثلا میگم حرفا بعضی وقتا اینکه بعد میگم خب این مثلا من ولی کلا حرفت درک ببخشید وسط حرف در کل حرفت درسته، چون خیلی از بچه‌ها اصلا چیز همون تکستش هم شاید خیلی نتونن روش چیز کنن، یعنی آره بعد مثلا قابلیت دیگه‌ای ندارن. ببین باحال هاشون همونا اتفاقا چیز میاره، ولی واقعیت داستان اینه که مارکت ما برای موفق شدن هر روز بیشتر موزیک خوب، رپرهای خوب، آهنگسازهای خوب، کورس نویسهای خوب، صداهای خوب، اینه که مارکت ما رو میسازه. مثلا هزار تا مثلا دیس یا هر چیزی رو میگم مثلا اون آهنگایی که میمونه خیلی مشخصن. آقا دو تا سوال آخر ازت بپرسم، اذیتت کردم سیجل خیلی، بگم الان 3 ساعت جلو دوربینیم. این که آقا به نظرت بهترین ترک نسل 4 چیه؟ کدومه؟ یه ترک شنیدی؟ حالا 100% ترک های دیگه شنیدی ولی اون که تو ذهنت هنوز مونده میگی این خوبه، اون مدلی میخوام. ترک یا ورس؟ ترک دیگه همه چیش خوب باشه. آقا خودت تا الان داشتی میگفتی رو ورس خیلی زوم نباشیم، رو آهنگ کلیتش خوب. ورس به رو خب نه هر جوری مثلا من ورسم قرص هیپوپولوژیست رو خیلی دوست دارم، اون خیلی بمبه. یکی دیگه هم داره زیرو 21 کیت داره با فکر میکنم با آیسن اگه اشتباه نکنم طوفانی، اون اونا رو دوست دارم. مثلا اون sounds like a song کورسای آیسم اونجا دیوونه کننده خوبه. آهنگ اصلا آهنگه مثلا اونم جز آهنگه خیلی دوستم. یکی دیگه هم حاجی یه پسره هست تو همین پلیلیست هست، یه تیکه آهنگشو بگی بهت میگم. اصلا یادم نمیاد، میخوای بعد بهت وقتی این تموم شده میگم بذار که یادم اومده باشه حتما. فکر کنم پسره معروف نیست ولی خیلی آهنگش عجیب غریبه برام. خیلی مثلا هر وقت تو پلیلیست میاد خیلی خوشحال میشم، مثلا اونم خیلی خفنه. واسه من نیم از کنم تو هر جمعی، واسه من نیم خط برم روی هر کی، واسه من نیم بدم به دوست پول و ترجیح، واسه من نیم بگو برم واسه تفریح، واسه من نیم از کنم تو هر جمعی، واسه من نیم خط برم روی هر کی. خب آقا برای حرف آخر یک نصیحت به یک جوون رعنا که تازه میخواد وارد جامعه شد دنبال موفقیت. دنبال موفقیت یه نصیحت کلی به عموم میکنم که بچه ها سیاه سفید، اگه سیاهی با من سفیدی بری گند خاکستری یا بدن و اینا بدیم کنار، الان وقت اینه که همه درستاشون رو گرفتن.
از هر سایدی، اونی که خیلی اونوری تون رفت، خیلی اینکه اینوری تون رفت، دوباره ما قدرتمون تو با هم بودنه، همون با هم صحبت کردن و همون بخشیدنه، اینو هیچ وقت یادتون نره. و اینی که این اه اه پیف پیف، مثل اینکه تو مهمونی گرفتی یا رو سه جا دیگه دعوت میگه، اگه اونا رو بری خونه من دیگه نمیتونی هیچ وقت مهمونی من رو فقط نیای. اون که خالم دعوت کرده به خودمون، یکی داداش دوست دخترمه، دنیا خیلی خاکستری تر از چیزی که ما فکر میکنیم. بفهمیم همون و جون که همو از همدیگر از هم دور کنیم، بیشتر همو بیاریم تو همدیگه با هم صحبت کنیم، تا هر کسی هم نظرشو داشته باشه، هم اینکه نظری که ما بهش میدیم، من مطمئن باشم اگه اون لحظه هم با تو مخالفت میکنه، در آخر تاثیر داره شب که میخوابه نظرت و فردا صبح روش تاثیر داره. حالا سوالی که خودت کردی، بچه‌ای که میخواد امروز موفق بشه تو موزیک بسیار سخت شده، الان تو سر سگ بزنی داره، میخواد رپر شه، میخواد موزیسین شه، همه چی خیلی در دسترس تره، از استودیوی خونگی، از بیت ساختن، از اصلا بیت گرفتن، همه چی آسونه و مارکتی که هم به شدت آسونه معروف شدن توش، هم به شدت سخته، چون تعداد زیاده ولی کوالیتی نسبت به تعداد نیست، برای همین شدنیه. چیزی که باید داشته باشین من از من اینکه اول از همه فکر نکنم من پول ندارم، آشنا ندارم، هیچ کسی که حتی امروز نسل 4 معروفه از پول معروف نشده، با استعداد خالص خودش معروف شده. و اینکه به نظر من از موفقیت‌های بقیه همیشه سوال کنین که فلانی چرا موفقه، چرا گرفته، یاد بگیرین ازش، از همه آدم‌های موفق. و بعد تو مارکت یه چیزی رو بیارین که نیست، هیچ وقت نگین من می‌خوام شبیه فلانی بخونم، من می‌خوام فلانی شم. اون فلانی هست امروز، لازم نیست نفر دوش بیاد. راه مشخص خودتون رو پیدا کنید، فقط اونجوریه که اسم در میکنید. و یعنی آقا من میخوام بشم سپرخلصه دو، سپرخلصه خودش هست، از تو هم بهتر هست، از سپرخلصه یاد بگیر، کرکتر خودتو بساز. اینی که گفتی 4 تا کلمه کلیدی آورد تو ذهنم: بهونه نیار، آقدایی رو هم بیار، تقلید نکن، زمین خوردی گیواب نکن. تمام شد رفت. برو بریم. عشق است. دمت خیلی گرم، مرسی که اومدی و بارجو بهترینا برات. دمت گرم آرام جو. برنامه‌ت هم مشتیه. الان هم دیگه وقت وقت آب گوشته. برم که دارم میمیرم از گوشت. عشق منی. عشق منی صحبت کنیم. دمت هم گرم، خسته نباشی. چکس.